ګران دوستان، سلامونه او احترامونه. ښه راغلاست د سپینو خبرو پروګرام ته. هیله ده چې جوړ، خوشحاله او بریالي اوسئ. ستاسو په خدمت کې یو او د افغانستان پیښو به انشاءالله له دې طریقه غږیږو. څه چې په وطن کې پیښیږي په څلیریشتو ساعتو کې پیښ شوي دي. دوستان عزیز، عرض سلام او احترام از خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخن اوریان در خدمت قرار داریم و بالای وضع کنونی افغانستان صحبت داریم. طوری که میدانین، مراسم تحلیف دو چهره سیاسی یا دو کندید ریاست جمهوری آقای دکتر صاحب عبدالله رئیس اجرایی پنج سال حکومت وحدت ملی و آقای دکتر صاحب اشرف غنی رئیس جمهور پنج سال گذشته وحدت ملی، اینا با هم این بار رقابت ها تاخیر دوام داشت و بالاخره سازش صورت نگرفت و ایالات متحده امریکا این بار البته مداخله جدی و صریح نداشتند. در میان حویلی ارگ ریاست جمهوری آقای دکتر صاحب اشرف غنی مراسم تحلیف را و او طرف دیوار قصر سپیدار آقای دکتر صاحب عبدالله با گروهشان اعلان ریاست جمهوری کردند. دو رئیس جمهور دیروز در حقیقت در افغانستان مراسم تحلیف از لحاظ زمانی و مکانی در عین مکان، در عین حویلی بگوی محوطه، و از لحاظ زمانی در عین زمان اعلان گردید و دو شخصیت برازنده حکومت ایالات متحده امریکا خلیلزاد و سکات میلر هم حضور داشتند و در جلوی از اونا و همچنان شلیک راکت ها به ارگ ریاست جمهوری و مراسم تحلیف تقریبا به هم زد در اثنایی که آقای اشرف غنی خطاب می دادن و برای مردم وعده ها می سپردن. به هر حال هر کدام گویای احوال افغانستان جنگ زده است و طوری که اعلان شد در چند 24 ساعت اخیر شورای افغانستان و مردم افغانستان بسیار شاکه هستند که افغانستان به یک بحران غیر متصوره به پیش میره و دو رئیس جمهور، دو والی، دو وزیر همزمان اعلان میگرده و سیاست خام ایالات متحده امریکا و ناکامی های دموکراسی قلابی و تحمیلی بالای مردم افغانستان و همچنان دو شخصیتی که در پنج سال اخیر جز ناکامی بیش نیاوردن و مردم فقیرتر شدن، مردم بیکارتر شدن و مردم ناامتر شدن و تعداد معتادین بالا رفت، فساد به حد بالای از او قرار داشت، عدم حکومتداری البته بیداد میکرد در افغانستان. دو شخصیت غیر متجانس با مفکوره های بکلی متفاوت با هم توسط یک وزیر خارجی کشور گره زده شد و عقد گردید. بالاخره در پنج سال با هم در جدل بودن و بالاخره این بار هر یکی میخواه که مستقلانه بدوانه و حکومت افغانستان داشته باشه و باریکی قدرت قرار بگیرن. گویای احوال است این مسائل طوری که تحلیل میشه. دوستان عزیز، چطور میتونه یک حکومتی که معاش و مدد از او همه به اقتصاد امکانات به اونا از بیرون تعلق میگیره خوب و بد وارد میشه و بالاخره افغانستان در یک مخمسه قرار داره و حکومت قبلی پنج ساله و قبل از او از بند تا این دم توسط دیگه رهبری شده و کنترل شده و مدیریت گردیده. این بار در جلوی چشم از اونا، در حضور از اونا بالاخره دو حکومت اعلان میشه. در حقیقت یک ناکامی که خود امریکا باید بپذیره، چون در درون واک و اختیار دو نفر نداشتن و نخواهند داشتن. چون چی میگه، از خیرات کاکاست که انگور در تاکاست، و اصطلاح بسیار وارد است اینجا. اگر انگوری امریکا نمی بود یا شغالا
شتو میتونستن امرار حیات کنن، توسط از اونا حمایه گردیدن و توسط از اونا معاش و مدد داده شد، امکانات، لوجستیک، تجهیزات نظامی، همه به بیرون تعلق داشت. بعضی ها عقیده به این بود اگر ایالات متحده آمریکا اعلان کمیسیون انتخابات پذیرفته بودن و آقای اشرف غنی را به حیث یک رئیس جمهور برای 5 سال آینده قانونی میدانستن و حضور داشتن در حویلی یا محل آقای اشرف غنی به رسم تایید، دیگه چرا آقای عبدالله را میتونستن یا تهدید کنن و یا در خانه از اون را نظربند قرار بده که اگر پای تا بیرون کشیده بودید بی 52 امریکا بالا ساچمه میزنید. و این در باری که آقای عبدالله در برابر آقای کرزی قرار گرفته بودن و انتخابات به دور دوم رسید، در دور دوم کندیدیسی حامد کرزی، بالاخره ایالات متحده امریکا باز هم همون جانکیری فکر میکنم وزیر خارجه بود و آمد به داد عبدالله رسید و او را گفت که صرف نظر کو از دور دوم بگذار که کرزی یک 5 سال دیگر رئیس جمهور باشه، که او پذیرفت اون بار. و بار دیگر هم پادرمیانی کردن و گفتن خب یک پست غیر قانونی را برایت میسپاریم، او را هم پذیرفتن. این بار هم میتونستن همون کار را انجام بتن، مگر رازهای در درون است و آدم نمیدانه و شیطنت جهانی، سیاست جهان شاید روش شود که شاید مدیریت توسط خلیلزاد صورت گرفته میان آقای عبدالله در قصر سپیدار و قصر دلکشای و محلی که آقای اشرف غنی از اونجا امر و نهی صادر میکنه، دفتر ماموریتی از اوناست، فکر میکنم در چند صد متری یک دیگه قرار داره. لازم هم نبوده که آقای خلیلزاد در موتر یعنی از یک جا به جای دیگه بره و خوشاید میتونست قدم بزنه و بره و چند بار با ایشان دید و دید داشت، با اشرف غنی و دکتر عبدالله. من نمیدونم چی رمزی در میان بود، مگر یه معزله میتونست بسیار با آسودگی آرامی حل و فصل شوه و یا در نطفه میتونست قبل از اینکه این مسائل به شکل یعنی گرایش پیدا کنه به می توی یک حالت در امو آغاز یک چند هفته قبل میتونست آقای عبدالله رو بگن صرف نظر بداره و نخواهن یالت به می توی یک نکته انجام بیا با که دو نفر مراسم تحلیف بر جا بداره. به هر حال باید تحلیل کرد و انتظار داشت که تحلیلگرای ما در این رابطه چی میگه. از سوی در قطر قطری ها یا طالبایی که اونجا نشستن، اونا دیگه انتظار دارن که حال دروازه باز میشه و یک هیئت به قطر فرستاده میشه توسط حکومت افغانستان و با اونا ملاقات خواهد کردن، مگر تا این دم درکی همو هیئت هم معلوم نیست، چون در داخل قدر زد و بند و مشکلات موجود است. منتها اخبار حاکی بود دوستان عزیز که هزار زندانی طالب آقای اشرف غنی دستخط کرده رها میشن و کمیسیون حقوق بشر امروز در کابل گفت که این کار باید صورت نگیره و طالبان را رها ندارن، چون طالبان باز نارامی را بار میاره و چی میگه خطوط جنگ زده حکومت دوباره بر میگردن. خب برای ازی منطق دو چیز میتونه باشه. اول خب شما اختیار ندارین که طالب رها شوه یا نشوه، یا حقوق کمیسیون حقوق بشر یعنی حقوق هم افغانان در افغانستان تلف هست، اونا نمیتونن بگوید که بابا اینا باید رها شون یا نشون. امریکا چیزی که بخواه همو میشه و قرارداد با اونا امضا کرده و آقای اشرف غنی هم با مو خط سرخ و چیزای خود نایستاد، بالاخره خطا برنگای دیگه مو بدل گردید و شاید در 4000 زندانی دیگه هم در چند روز رها گردد. و اینا باید حیاتی را به قطر میفرستادن که او تعالی درک نداره، چون در درون قدر زد و بند و مشکلات موجود هست که شاید ماها را بگیره تا یک حیات چند نفری به قطر فرستاده شود تا با طالبان صحبت بداره. یک گپ کشال شد در حقیقت. و همچنان آغاز بیرون شدن
قوای ایالات متحده امریکا از افغانستان صورت گرفته. البته از دیروز اخبار نو است و همچنان آقای عبدالله عبدالله به یک حساب اعلان کردند که وزرا و کابینه خود و والی های خود انتخاب میکنه و میفرسته و مقرر میشه و میگمارن. او یک خبر بود. این اخبار داریم و در ضمن آقای سید هارون پادشاه صاحب از افغانستان با ما روی لاین تلفن خواد بودن. قایقی از قطر، از طالب و بسیار چیزای نو نو داشتن که او زیادتر امو توطیه که در قطر صورت گرفته و طالبا به چنگ پاکستان هستن و قراردادایی که مخفی امضا گردیده. ما میخواییم از طریق تلویزیون باید معاملات عقب پرده اگر یک انتباه موجود است و یک کسی آگاه هست، یکی اخبار استیریو تایپ عام رسانه های افغانستان است، مگر آنچه در عقب پرده های سیاست صورت میگیره میخواییم او اگر روش شوه و برای مردم افغانستان بتانیم از این طریق برسانیم با کمک همین دوستای مهربان چون سید هارون پادشاه که او هم یک شخص آفاقی است. باید مردم افغانستان بدانند، پالیسی پاکستان باید دانسته شوه، دستای شوم پاکستان باید در اینجا یعنی برملا شوه، معامله هایی که در عقب پرده توسط طالب صورت میگیره در قبال مسائل افغانستان، یعنی هر کدام از اونا یعنی با ارزش است برای مردم افغانستانی که نه صدا دارن و نه اختیار دارن و نه کدام رهبریتی دارن. و از یک شبکه که مدعی است که دفاع از حق مردم افغانستان میداره اگر ضد طالب بود و ما بیشتر باید اشتهار کنیم و بدانیم که طالب چی میکنه، اعمال از اونا یک سرم تایید طالب یا تنقید از طالب را ما روا نمیدارم. همینطور که بالای دیگر سیاسیون افغانستان هم انتقاد داریم و هم آنچه واقعیت هاست در رابطه با ایشان و آنچه کارای نیک انجام داده او را هم باید برسانیم. یک رسانه باید امو رسالت خود ایفا بداره. به هر حال همینطور است، میریم سراغ خبر اول و دو آنچه عرض کردم از طلوع برگزیدیم و ایستا ایستا از هارون پادشاه صاحب ما تشکر میکنم روی لاین تلفن با ما هستن از نمیدانم از کدام محل افغانستان و برنامه بسیار جالب میشه. لطفا با دیگه یا دهانی برسانین که همین برنامه را بشنوان، چیزای نو نو شاید از آقای سید هارون پادشاه بشنوان و اگر سوالاتی دارن میشه راجع شو با اونا. توجه بدارین به اخبار، بعدا میریم سراغ تلفن های شما. در حالی که ریاست جمهوری از نهایی شدن فرمان درباره رهایی زندانیان طالبان سخن میگوید، اما هفته پیش رئیس جمهور غنی مخالف رهایی این زندانیان بود. ما هم برای امریکا سر رهایی بندیا موافقه نداریم. وضاحت کامل برتون باز تکرار میکنم. این صلاحیت جمهوری اسلامی افغانستان است. اما سخنگوی طالبان در قطر میگوید که فهرست 5000 زندانیشان را به امریکا سپردند و هیچ کس نمیتواند که در این باره چیزی را جعل کند. که چیری بندیان خوش سی در طرفین و ترمند به اعتماد راسی او اعتماد پیدا براسی او مذاکرات بین الافغانی به قد اعتماد به صورت که وسی. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مخالف رهایی تمامی زندانیان طالبان است و تاکید می‌ورزد که این کمیسیون نامه ای را درباره چگونگی رهایی این زندانیان به حکومت افغانستان و امریکا سپرده است، اما هیچ پاسخی به دست نیاورده. افرادی که مرتکب جرایم جنگی جنایت علیه بشریت شده باشه و افرادی که طبق قوانین ملی و بین المللی رئیس جمهور هم صلاحیت رهایی از اونها نداره نباید آزاد شود. اما رهایی زندانیان طالبان برای سربازان همچون شیر احمدشاه که در جنگ با طالبان یک چشمش را از دست داد و یک چشم دیگرش نیز در حال از دست رفتن است چی معنایی دارد؟ ما ادمان خوش میشیم، وطن ما جور شود، ملت ما آرام شود، نسل ما آرام شود، از ما تیر است. ما خوش هستیم که آرامی بیایه. خود یک بچه ما خود چشمه بین رفته 6 تا بچه دیگه من باشم میتونه خدمت کنه.
از سوی هم خبرگزاری رویترز از زبان مقامهای طالبان گزارش داده است که در گام نخست 1000 زندانی طالب که کهن سال هستند و یا هم دوره زندان آنان رو به پایان است از سوی حکومت افغانستان رها خواهند شد. بله دوستان عزیز، فکر میکنم خبر بعدی خبر اعلان کابینه آقای دکتر صاحب عبدالله است و والی های خود برگزیدن در امو پراسی کدام خلیزاد صاحب است؟ خب خلیزاد کدام خبر از خلیزاد است؟ اخبار طلوع بنابر تغییر اوقات ساعتی ما پسان در یوتیوب میفته بنان ما هم بعدا می برداریم. ما صدای امریکا رو برگزیده بودم مگر طلوع بهتر است چون از داخل افغانستان نشر میشه. توجه دارین به خبر بعدی؟ بر بنیاد توافق نامه آوردن صلح به افغانستان، گفتگوهای میان افغانان باید به روز 20 ماه حوت آغاز می شد. اما ریاست جمهوری می گوید که جزئیات هیئت گفتگو کننده به زودی پخش خواهد شد. هیئت محدود است. مؤثر و مشارکت هم به عنوان یک اصل یک عقبه هم خواهد داشت. در همین حال هم پیمانان عبدالله میگویند هیئتی که ارگ ریاست جمهوری پیش از مراسم سوگند آماده ساخته بود برای آنان پذیرفتنی نبود و اکنون نیز هیچ مشوره‌ای درباره این هیئت مذاکره کننده با آنان نشده است. هنوز در این راستا کدام موقف مشخص وجود نداره که کدام یکی از این دولت‌هایی که اعلان شده میتونه لستشان به جانب طالبا به جانب آمریکایی ها قابل قبول باشه و میتونه لست مشترک باشه، لست متفاوت باشه. در از این پول چیزی دلالم لحیس لوری سرم هیچ دور مشوره نباشه، هیچ دور. از سوی دیگر شماری از افراد نزدیک به طالبان میگویند که هیئت مذاکره باید همه شمول باشد. تر هغه پورې چې هیئت جامع نه وي، شامل نه وي ټولو برخو د افغانستان ته، ټولو سیاسینو ته، نو فکر نه کوم چې مشکل دې ورسره حل شي. در همین حال چند زن با پوشیدن چادری با شعار صدای من کجاست در جاده های شهر کابل راه پیمایی کردند. این زنان میگویند که طالبان را در حال خواهند بخشود که از سنگ سار زنان دست بردارند و حقوق آنان را بپذیرند. ما ناراضی هستیم، ما نمیخوایم که ما فراموشیم، با صدای ما شنیده شوه. ما با پررنگی برقه هایی که امروز پوشیدیم میخوایم نقش زنها هم پررنگ باشه. ما از قربانیان اصلی خشونت های طالبان طی 18 سال گذشته هستیم. رئیس جمهور غنی در مراسم سوگندش اعلام کرد که هیئت مذاکره کننده صلح تا روز سه‌شنبه نهایی خواهد شد. به هر حال دوستان عزیز خبر هم بود، فکر میکنم خبر بعدی از دکتر عبدالله فرزاد جان او رو با جلا انشالله پخش میداریم. بعدا میریم سراغ پاچا صاحب از افغانستان. آقای عبدالله پس از مراسم سوگند اسدالله سعادتی و عنایت‌الله بابر فرهمند را در کاخ نخست وزیری همچون معاونانش معرفی کرد. اسدالله سعادتی اکنون میگوید که عبدالله سرگرم کار برای معرفی والیان و ایجاد کابینه اش است. معرفی کابینه یک کار کلان است و یک فکری بیشتر میخواهد که هم یک کابینه همه شمول باشه، مرخ هم شعار داده شد، و هم یک کابینه کارا و متخصص و شایسته سالار باشه. همزمان با نگرانی ها از رفتن کشور به یک بحران احتمالی، اسدالله سعادتی تاکید دارد که آماده یک گفتگوی متفاوت با دسته اشرف غنی اند. گفتگو را هیچ وقتی هیچ کسی در سیاست رد نمی کنه. برای حل یک بحران، برای چیزی که یک مشکلی که وجود داره واقع بین باشیم، یک مشکل وجود داره فعلا، وضعیت نرمال نیست، ولی این گفتگو بسیار فعلا متفاوت است نسبت به آنچه قبل از تحلیف. اما ارگ در این باره دیدگاه دیگری دارد. رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان پیوسته تاکید کرده که چتر نظام وسیع است، تجرید وجود نخواهد داشت، همه زیر چتر جمهوری اسلامی افغانستان برای افغانستان کار خواهیم کرد.
امریکا و بریتانیا با ابراز نگرانی از ایجاد یک حکومت موازی در افغانستان میگویند که برای پایان دادن به جنگ تمامی طرف ها باید با هم متحد شوند و اختلاف هایشان را حل بسازند. اما حامد کرزی رئیس جمهور پیشین گفته است که اوضاع نگران کننده کنونی برخواسته از سیاست های تفرقه افغانانه یا ایالات متحده در برابر مردم افغانستان است. خالی از مشکلات نیست، ولی سعی میکنیم که اقداماتی که باید به تطبیق گرفته شود جلوی هر نوع پیش آمدهای ناخوشاینده سعی میکنیم که بتانیم بگیریم. پیش از این وزیر خارجه امریکا بر اتحاد سیاستگران کشور تاکید کرده است، اما از ایجاد حکومت موازی نگران است. وزیر خارجه امریکا تاکید کرده است که مخالف کاربرد نیرو برای حل اختلاف ها است. بله دوستان عزیز، خبر هم جالب بود، بعضی ها تبریکی فرستاده و ما هم تبریک عرض می داریم با هواخواهان اردو جناب طرف، خدا خیر افغانستان پیش کنه. اما پژواک پرسیده بودند، یک وقت در پشاور بود و بسیار بدبختی ها رو می دید. عبدالرحمن پژواک مرحوم او رو پرسیده بود که پژواک سه خبری دی، بازو برش گفته بود خر خریت ده، گفت خر خریت ده یا خیر خریت ده و اینا خر خریت ده. دیگر امو جمله و اصطلاح بسیار جا می افته در بعضی مواقع. امروز همه طور است خردوانی مردم افغانستان حکومت داران و ای که یا آتش خلیلزاد در بند در داده و تا این ده به تهداب کجه که گذاشته، و امروز یادم باز دون اونجا تونگور واری نشسته سایم سیاست ناکام و باز در ارگ و دو رئیس جمهور مراسم تحلیف. مانای ازی که اگر یک سیاست دان موفق و حاضق می بود در حقیقت خوب مسئله رو باید حل و فصل می کرد، خصوصا که امریکا دست بالا داره روی زیرسانشان امو مردم هستن. اگر فردا می شیف دهنهای اقتصاد امریکا به افغانستان بند شود، هیچ کس حکومت کرده نمیتونه. یعنی این مجرای تنفسی از اینا حکومت امریکا است. هر یک قیل قیل میپره. خب سکات میلر مسائل امنیتی از اونا را به دوش داره. در حقیقت همی اردویی که امروز می جنگه اردوی امریکا است، با پول امریکا، البته با خون افغان با پیش میره. و اگر ترینینگ طوری که خود از اونا الان میگن، و پاکستان میگن عقب طالب افتاده و طالب رهبری میکنه و دیگه مگر ایره نمیگن که در داخل افغانستان 49 کشور و الان خودشان اعلان میکنه شب بروز او بکلی چون تکرار شده رنگ خود باخته. چی میگم؟ و بز میگه کل بدنش معلوم میشد، گوسپند یا خیزد میگه جای مخفیش معلوم شد. حالی همونطور است. و اگر بد است اشغال به هر نوعی باشه، مگر هم امروز لوجستیک نمیدانم ترینینگ و تمرینات همه به دست ایالات متحده امریکا، الان اونا اشتهار میکنن چون اجبارن باید به کانگریس امریکا را پور بتن، مخفی نمیتونن یک چیزی را مثل روسا یا فرزون رژیم های کمونیستی و سوسیالیستی که همه امور به دست حکومت بودیم. اینجا استقلال است، آزادی است، کانگریس است، نمایندگان مردم هستند و با اونا باید به استیزانی از اونا رسانیده شو، از کانگریس تیر شو. یک موضوع بنان در افغانستان خوب، اگر اونا بگوین که خب شما اعلان میدارین مگر فردا همه معاونت ها و کمک ها قطع میشه، ما هم بیرون میشیم. دکتر عبدالله یکی دیگه خود پرو پست کنند در درون ارگ بزنند کل یک دیگه با سیل طالب میای از طرف جانب از قطر در حال آمدن هستند، شما رو سربنیست می سازن. اما از دو جناب، یکی از لحاظ اقتصادی اینا رو بترسانه و هم از طالب که طالب در جانتان می آید. نام طالب که بگیره عبدالله کلشان می گروزه بیاده. و یک دفعه همی کار صورت گرفته بود. اونا می دانه که باز دیگه لحاظ و پاس کسی نداره و دیگه نبیادر حکومت نصف می کنه و نه آرار میاره که یکی سیش از خود تو یکی سیش از یک کسی دیگه و بسیار خطرناک مردم هستن. و هر حال میریم سراغ آقای سیدارون پاچا و شما سوالاتتان
راجی بسازین، پروگرام جالب است. پاچا صاحب سلام علیکم. السلام علیکم خطاب صاحب محترم. و علیکم السلام. در طول نمخ که خپل سلامونه در پیام افغان لیدونکو او اوریدونکو تا در زید کومی ورانده کوم، خدای دیو که چه طول تاسو خوشحاله و روغ و سیگه در امریکا پا مملکت که نو زبا دا خپلی خبر نمخ که در جو دیر خسته شیر در پریش گوال ده زبا دا تاسو تا اوی اما ویوه یو امبارکی بدر کم تاسو تا خمی که یو مبارکی را که چه ده چی مبارکی را که یو ورو کسم و نشتا ترکاری خو خف ریمان لرو کسم و نشتا ترکاری خو خف ریمان لرو ملگون و غوخش سم رفاق نوری دنیا لرو که هر یو که هر حیوات تا فکر اکرو نو یو مشر لری که هر حیوات تا فکر اکرو نو یو مشر لری شکر و باسه منگ دوغ بس پاچایان لرو نو دا خبره دا شیر سره زه موافق نه یم. اولی موږ ترکاري لدی باندې راوځي ماته یو چا وویلې او بل دا سړی بې خبره ده چې دا شیر ویلی د بیرته له سره ورته بل شیر ووای او بل موږ ډېر پاچایان لرو نه څلوېښت هېوادونه تا پاچایان دي ورور خبرې کنه دا دوه خو دا دوه ورته وای یو شیر وایي چې په کور کې کورکۍ جوړ کړی عنوان دې ورکړي دا ډېر یو غټه مشارکې ویلی وو نو دا ما پیدا کړم راځه د دغه شیر نه به زه هم د خپلو افغانانو ته مبارکي ما یوه بله اصطلاح پیدا کړه پاچا صاحب ښه وایي په کور کې کورکۍ جوړوي بیا په کور کې کورکۍ کورکي کې کور جوړ کړی ده یعنی امریکا راغلی ده اشرف غني یو کورکۍ هلته جوړ کړی بیا د هغه په کورکي کې عبدالله بل کورکۍ جوړ کړی ده یعنی درې کورکۍ شول که نه اوري خطاب صاحب محترم خبرې ډېرې دي نن مو بحث زمونږ په درې مهمو شیانو باندې اولنی بحث به زمونږ یي د هغه د قطر د سیاسي ګروپ د خوا چې کوم تړون یې کړی وو او کوم پیمانې او د هغې نه مخکې او زمونږ دویم بحث به یي په هغه مجاهدینو چې د اشغال په مقابل کې جنګېږي په سنګرونو کې چې هغو د بیخي خبر نه دي چې دا پردې شاته څه کیسې روانې دي او دریم پاس به زمونږ دغه دغه ماشومان او د ګډکانو حکومت چې تیم ګوري او زیم ګورم او ټول یعنی په سطح د نړۍ مونږ واغوستلو او ټولې رشخنکو هغه زمونږ د چا خبره 5000 کل تاریخ ویلو هغه 5000 کل تاریخ واغسته او هر څه ودغه خراب کړ اوس خطاب صاحب د سولې پر اطلو سره مونږ ټول ډېر زیات خوشحاله وو او خوشحاله یو ودې چې زمونږ افغانانو په تېرو څلوېښتو کلونو کې ډېر شهیدان ورکړي ډېر زخمیان هم ورکړي دي او واقعا چې هر څوک چې ځان ته مسلمان وایي او افغان وایي باید د سولې نه خوشحاله اوسېږي او د دغې حالاتو نه مونږ دپاره سوله ډېره ښه ده خو دا چې د پردې شاته د افغان د ولس په سرنوشت باندې لوبې کېږي او بعضې تړونونه جوړېږي او هغه نشي ملت سره یې نشري کوي یا د زمونږ د طالبانو د خوانه او یا زمونږ د افغان د حکومت د خوانه نو دغلته دی چې واقع سوالونه ډېر زیات پیدا کېږي یعنې تر څو پورې به زمونږ په سرنوشت او زمونږ د دې ملت په دې سرنوشت به زمونږ دا سیاسون لوبې کوي یعنې واقعیت خبره خو دا ده چې زمونږ امید خدای ته او آخري امید زمونږ دغه چې دغه طالبان دي مسلمانان دي د اسلام چغې وهي د اشغال په مقابل کې جغ شوي دي راځئ دغه به افغانستان ته راشي واقعا یو اسلامي یو ښه نظام به راوړي او دغه مشکلات به د ټولو رفع شي یو په ازاده فضا کې به ژوند وکړو د خوشحالۍ په فضا کې خو خیر دې نه چې خبرېږو د پردې شاته څه تړونونه کېږي یا مثال د دې کې د چا لاس دی د چا په منافعو باندې کار کېږي نو بیا سره ډېر زیات لږ زره متاثره غوندې شي چې دا چې مونږ څه فکر کولو او هغه څه شی وشو د قطر په هغه تړون کې چې دوه کړی وو یو خو دوه تړونه وو اول خو ما ته سوال دلته پیدا کېږي چې زما هغه کسان چې دا ګوري او اوري ما ته دې دا ووایي چې یو تړون طالبانو سره وشو چې مونږ په څوارلس میاشتو کې د افغانستان نه وځو بل تړون د افغانستان حکومت سره د اتمر په وخت کې شوی وو
چې تر 2023 پورې به موږ د افغانستان پوره ملاتړ یو او د افغانستان نظامي ته موږ پوره کومک کوو او ورته به ټریننګونه ورکوو. اوس سوال دلته چې د امریکا کوم تړون ته باید موږ اعتبار وکړو؟ آیا هغه تړون ته چې اکبر او اشرف غني سره کړی دی او که دغه نوی تړون طالبان سره کړی دی؟ تو ته یو سوال پیدا کېږي، د دغه سوال جواب هېڅ توسه پورې نه ما پیدا کړ. او که زه خو یو شی پاچا صاحب دې ته متوجه اوسه، دا تړونونه د امریکا او د یو غریب مملکت او یو لاسپوچي حکومت تر منځه هېڅ معنی نه لري. خو هر وخت چې امریکا زړه شو هغه تړون نافیه کوي او هغه کوي له منځه وړي، وایي دا تړون صحیح نه ده. افغانستان خو حکومت څه نشي ویلی، خو بادار لري او نوکر سره امضا کوي، له ملت سره خو چا امضا کړی نه ده، ملت خو خبر هم نه ده. خبر اوري خود دې نه دا معلومه شي دا کوم تړون چې طالب سره شوی دام د امریکا تړون دی، نو دې ته هم باید موږ دغه ورنه کړو کوم ارزښت دا دام دا وایم. اغم د ملت نماینده سره نه ده سوای، طالبانو سره سوای. طالبان امارت لري، هغه ځان ته اجنډا لري. درست وایي، بلې. نو یعنی امریکا کولی شي چې هر وخت دغه تړون نه، لکه څنګه چې اوس افغانستان سره تړون کړی ته په شا شو، کېدای شي سبا ورځ د افغانستان د دې تړون نه هم خواشي. بالکل بالکل بالکل. نو پس ډېره خوشحالي نه څه دغه سوچ خوشحالي ما کنه دلته هم سوال پیدا کیږي. خو یعنی ته بد لري، بدتر لري، بدترین لري. و یو قرارداد چې چیرته امضا کیږي چې امریکایان وځي او ازادي راځي او استقلال راځي او ښه حکومت راځي، خو په دغه خبرو موږ خوشحاله کیږو. مګر دا چې حقایق بیا څه شي کیږي په هغه بیا خفه کیږو کنه؟ درست غږیږي، مهرباني وکړه. اوس بل سوال دلته دی خطاب صاحب، چې کومه ورځ باندې چې عمران خان یو ورځ مخکې راځي او قطر ته راځي، بعضی داسې رسنۍ ورسولو، یعنی بعضی خبرونه چې موږ خبرېږو چې دوی ویله چې والا دا راغلی چې د قطر نه تشکري وکړي. نو دې چې د قطر نه تشکري کوله، دې دا تشکري ولې یو هفته مخکې نه کوله؟ یا ولې په تلیفون کې به یې کړې وه؟ ورور تلیفون کې به یې کړې وه؟ نه، خبره دلته ده چې یو لاسلیک د امریکا او د عمران خان په منځ کې چې کوم شوی دی، په کومه شپه چې عمران خان راغلی چې په هغې کې د پاکستان او د امریکا منافع، ګډ منافع دپاره، یعنی شریک منافع دپاره هغه تړون شوی دی چې دې کې به هېڅوک لاس نه وي او په دې کې دا اوسه طالبانو منلې ده. خیال هم کړی د مارچ په اول یا دویم باندې چې کله پیمپو بېرته راغی، سیکرټري آف سټیټ چې بېرته امریکا ته راغی، سی بی ایس، سی بی سی او سیرن سره د دا مذاکره وکړه، وی ویله چې موږ دوه محرم اسنادونه ساین کړي دي چې هغه به ډېر زر موږ د امریکا کانګرس سره شریک کړو. دا خو څه کمونیستي مملکت نه دی چې هر څه ساینونه په پټه باندې وشي، یا د افغانستان حکومت ده چې تقسیمات په پټه باندې وشي. دوی خو مجبور دي چې دا ډیموکراټان دي که دا ریپبلیکان دي باید راشي او دا وضاحت کانګرس او سنات دا باید ورکړي، ولې چې دلته د امریکا ملت مطرح دی. اوس خبره دلته ده چې دا کوم اسناد دي چې هغه اسناد چې موږ ولیدله، هغه اسناد چې په رسنو کې راغه کاغی، نو دا محرم اسناد دی. بیا ورته وویل چې دلته محرم اسناد دی، خو بیا ویل چې همدغه اسناد دي چې دغه موږ یې لرو او دا د کانګرس سره شریک کړو. په ټیکلري دا خبره وکړه چې نو موږ دوه اسناد لرو، محرم اسناد دي چې هغه به موږ کانګرس سره شریک کړو چې په هغې کې د امریکا منافع خوندي دي. معنا دا چې دلته قبوله شوې ده چې د امریکا عسکر د کمیدو سره سره به 8,600 نور اسکر هغه امریکایي سرتیري به په افغانستان کې شتون ولري او 15 نورې اډې چې دي، 15 اډې به پاتې شي په افغانستان کې. دا یو پروتوکول چې جوړ کړی. او دویم پروتوکول باید طالبان هر هغه څوک چې د امریکا په خلاف باندې او په ملي منافعو باندې دلته په افغانستان کې کار کوي یا نورې تورستي ګوندونه دي، د هغې نه به طالبان پوره دفاع کوي. او دې لپاره به موږ طالبان ته سپیشل ټریننګ ورکړو. اوس دا خبره داسې ده چې زیاتره به فکر وکړي چې دا کوم اسناد دي چې تاسو دا خبره کوئ، یا سند لرئ، یا څه پوه شوئ. دا داسې یو چل دی چې دغه ګونګوسې او دغه بعضې تحلیلګران یا مثالا دغسې یو شی شایدي او دا به ډېر زر راوځي، ولې چې په امریکا کې هېڅ شی داسې پټ نه پاتې
نه پاتې کیږي. یعنی دا صحیح ده اوس ګوره بله ورځ سیګار یو راپور تیر کړ چې طالبانو $35 میلیونه ډالر ته کومک شوی طالبان ته چې دغه بین الاقوامی افغاني او دغه خوا دی یعنې زه په نوم باندې دوسره کومک وشي چې د دورو مصارف ورکول شي اما دغه شی مستقیما یو ساعت بعد ورک شو د خود سیګار د سر نه ورک شو. دلته هم سوال پیدا کیږي چې ولې دلته د امریکا منافع مهم دي. نو بل شی نه دا دی چې هغه بیا په خپله راوځي شاید نن سبا بله ورځ یا بله ورځ دا په کلا کلا راوځي او پمپو او ټرمپ به خامخا د امریکا ولس ته یا مثال کانګرس ته یا سنا ته به دا دودو ښیي چې یعنې مونږ کوم دغه پټ محرم دا مجبور شي چې دا ورته وښیي. اوس خبره بل شی دلته ده چې دغه ټوله لوبه چې ټرمپ روانه کړې ده دو شی نه دي. اول خو پمپو دا خپله امضا نه کړه دی په خلیلزاد امضا کړه. خلیلزاد د امریکا د ریپبلیکانو ډیره پخه موره ده اما که په مستقیم په دغې باندې واقعیتونو ته وګورو یعنې خپله خلیلزاد داسې کوم خاص سلیات ولې داسې تړونونه همیشه یا رئیس جمهور امضا کوي او یا سیکرټري آف سټیټ یا د هغې معاون امضا کوي. دا تړون یې په خلیلزاد امضا کړ او دا هم غټه دغه وه که چېرته خپله مایک پمپو دا تړون امضا نه کړي نو ملا برادر ورسره دا نه کوي. دا یو ارمانه شل کړي مو په خپل ټویټر کې اما بعد د هغې نه چې بیا خلیلزاد او د قریشي فشار راوړو په دوه باندې خیر دې ته راضي شو چې دا ملا برادر او خلیلزاد ترمنځ دا مایده او دا تړون امضا شي. اوس خپله دغه ټول دغه چې راواخلې خطاب صاحب یو ته جوړېږي دغه ټوله برنامه فقط د ټرمپ د انتخاباتو پورې ده. ولې که ټرمپ په اولو کښې ویلي وو چې مونږ باید خپل عسکر د افغانستان نه راوباسو او د ده غټ بل دغه هم همدا ده چې باید چې اوس چې وغواړي چې دا ډیموکراتو ته ماته ورکړي همدا ده چې وګوره مونږ طالبان سره تړون وکړو وګوره مونږ طالبان راضي کړو وګوره د امریکا منافع پکې خوندي دي وګوره یعنې مونږ افغانستان ته بیخي یو یعنې هغه شی چې ما ویل وو هغه ما وکړ هغه وعدې چې ما ورکړې وې هغه ما وکړ. یعنې دا کېدای شي چې تا ته خو د امریکا خلک معلوم وی چې هغه یو خوا ته ګوري او بل اړخ ته نه ګوري وای چې وواله دودو هر څه به صحیح دي شاید دا بیا د الیکشن دپاره او بعد د هغې نه دا بېرته د یو بله پاڼه راواړي او بېرته یو بل ډرامه په کښې جوړه شي. اوس خبره دلته چې په دې باندې هېڅوک اوس نه پوهېږي په دې باندې زه پوهېږم سیاسي تحلیلګران هغه هم شاید پرې پوه نه شي وایي چې مونږ نه پوهېږو چې د امریکا دلته د دې پردې شاته څه شی دی. اوس بله خبره دلته راګوره پرون بله شپه تقریبا 15 وارې د خلیلزاد ډاکټر عبدالله او د خلیلزاد او د غني مذاکرې سره روانې وې چې یو جوړښت وشي. دا فقط د دې لپاره نه وو چې خلیلزاد نه پوهېږي چې څه شی کېږي یعنې که مونږ ګوره خطاب صاحب مونږ واښه نه خورو مونږ ډوډۍ خورو کم از کم یو عمر هم په خارج کښې تېر کړی دی یو څو کسه ناست یو خبرې هم کړي دي یا لږ به خو پوهېږو یو دوه صنفه معلومات شاید درس هم ویلی وي که نه. یعنې خلیلزاد په دې پوهېدو چې باید څه وشي او څنګه به وشي اما بیا هم دغه د سوګند مراسم یې همداسې وځنډوله پسې دولس ته شو دولس نه دوه ته شو دوه نه درې پورې شوې. اوس سوال دلته دی چې ښه وخت چې تا د اشرف غني حکومت په رسمیت وپېژندلو خلیلزاد هم په کښې وو ټات میلر هم په کښې وو پسې را تېر شي نور دغه سیاسي د سفیران او نور دغه زمونږ د افغانانو سیاسي کسان هم په کښې وو نو بیا دا څنګه کېدای شي چې د یو ارګ په یو غاړه کښې اشرف غني قسم واخلي او د ارګ په بل غاړه کښې بیا عبدالله قسم واخلي. یعنې دا خپله ښیي چې د امریکا حکومت څومره یو ضعیف حکومت دی او واګې د بل چا په لاس کښې دي د اشرف غني په دا یو واګې د اشرف غني په لاس کښې نه دي. بیا هم چې قسم دې واغسته قسم دې وکړ ته اوس فعلاً د افغانستان رئیس جمهور یې څنګه یو څو کسان چې اصلاً هغه نه شي کولی چې هغو د هغو د مخنیوی وکړي نو ته چې د هغو د مخنیوی نه شي کولی نو ته به د نور دغه ګیله وله ځینو دوستانو ډېرو وکړه پرون یې تلیفون راکړی وو وایي مونږ اشرف غني صاحب سره یعنې د هغه هم فکر وو
ام نظر او تایید اوم، مگر دغه لوبه ډیر خامه وکړی تا خبرې وکړه چې په د عین هر کې دننه په ډیره کمه فاصله کې وروره یو بل سړی ورته لاندې پاچاهي کوي، نو چې هغه نشي مهار کولی. قانونی رئیس جمهور هم ده او کمیسیون هم ویلي او جنرال هم مخکې ناست ده، د بی 52 سړی جان سکات میلر او خلیلزاد خان هم ناست ده. دا څنګه کیدای سي چې اخوا کې وروره یو سړی راغلی ده او غلمغال یې اچولی او پاچاهي چلی؟ دا خو د ده ډېره خامي ښیي او د امریکا د سیاست او د ډیموکراسي هغه مړی ښیي چې دلته مړ سو ډیموکراسي لاړه په خپله مخه، چې خپله زوامه د امریکا ناست او په څنګ کې ورور یو بل سړی اعلان د پاچاهي کوي. دا خو هغه نه ده کوم پاچاګردیشي نه ده چې سابق کې به عبدالرحمن خان به یو چیرته پاچا و یو بل به یو بل چیرته پاچا و. دا خو دوی وایي چې ډیموکراسي راغلې ده قرن 21 است، صاحب حقوق زناست مرداست که نمیدانم، ما عقب نمیریم. دا خو عقب ته تللی دي. څه دي ویلې پاچا صاحب؟ خطاب صاحب، دا خبره ده که وایي کتلې سل ځلې لال لال بولي په ستایلو به لال نه شي کوټي لال. دا که هر څومره تحلیلګران هر څه وایي، سیاسیون هر څه وایي، د امریکا ډیموکراسي په تابوت باندې آخري میخونه پرون تکوال شو. یعنې دا ثابته شوه چې امریکا ناکامه په افغانستان کې شوه، د امریکا سیاست ناکامه شو، او یا امریکا داسې یو لوبه جوړه کړې ده چې دا پرې بله پرده ورکوي چې دا پرې به نور څومره افغانان دودو وژني، دا پرې به څه کېږي. ولې یعنې د امریکا په حضور کې اوس ګوره خطاب صاحب، پرون د اشرف غني ډلې دا واقعیت درته وایمه، په دې باندې هر افغان دلته پوهېږي، ټول افغانستان اوس په دې باندې پوهېده. پرون په مراسمو کې ډزې وشوې، نه ملر خوځېدلو، نه خلیلزاد خوځېدلو، اشرف غني تڼۍ خلاصې کړې چې ما زرې نه راغوستې که نه، او ته چغې وهې، او هغه کسان چې بې خبره شاته د کمبختان منډې وایي او تلته ناستې. نو خو ګوره وایي امریکایي کې یو متل دی، وایي چې زه صحیح ده چې بېګا شپه پیدا شوی یم، ما د شپې پیدا شوی یم، خو بېګا شپه نه یم پیدا شوی چې دغه یو مسله جوړې که نه. او بیا وایي چې والا هله مونږ د قسم په مراسمو کښې په مونږ باندې ډزې شو، اما مونږ د هغه مونږ باندې کوم اثر ونه کړ. یعنې دا طالب یې نه کوي، طالب سره پروتوکول کړی، طالب ته ښکاره چغې وایي چې زه په تا باندې ډز نه کوم، صحیح ده که نه. خپله عبدالله ګروپ یې ځکه نه کوي چې هغه د هغه په خوا کښې ناست دي، که ملر ولګېږي، که خلیلزاد ولګېږي، که هر ډیپلومات ولګېږي، ته په دې پوهېږي چې د عبدالله به د عبدالله ټول بسته سیاسي دغه تباه تباه څه کوي چې په خپله په کلونو کلونو کښې د جیل شاته یي. دا خو یو بلاله خبره ده، دغه لوبه خپله د غني ډله جوړه کړې ده. او بیا د غني شاوخوا ته امرالله صالح چې یو مطلق متعصب انسان، یو مطلق متعصب انسان څنګه ودرولی دی چې هغه د قدرت د لاسته راوړلو دپاره یعنې هر څه کولی شي. دا خبره ثابته ده افغانانو ته، دا خبره چې یعنې عبدالله صالح چې دی خپله یو قدرت ګوره. اوس یو وخت کښې امرالله صالح د پښتو په جیبه باندې ریشخند والو، پښتو په ټیکیې نه ویلو، اما اوس هر مجلس کښې چې ګوره امرالله صالح په پښتو ژبه باندې خبرې کوي. ولې؟ چې دا قدرت یې مطرح و ښکاره وایي چې اوس جمعیت توب هم نشته دی، او دغه هم نشته دی، دا عضوي توب هم نشته دی، او دا توب هم نشته دی، یوازې افغان توب دی او مونږ افغانان یو. ښه ته اوس افغان شوې، ته د عبدالله په وخت کښې افغان، ته دا ولې د افغان په وخت کښې افغان نه وې؟ ولې د همدې تذکیرو په م دا الکترونیکي تذکیرې چې د افغان قومت لیکل تا پرې انتقادونه ونه کړ؟ دا سوالونه ورته پیدا کېږي چې دغه چې دا ټوله لوبه چې ده د افغانستان سیاسون دي چې د افغانستان د ملت په سر باندې لوبې کوي. خو زه شخصا خطاب صاحب هېڅوک نه ملامتوم، ملت زمونږ ملامت دی، زمونږ ملت مړ ملت دی. دې ته وایي قوم ملت زنده مرده، ملت است که زنده استن اما مثل مرده ها وارستن، از خود از حق خود دفاع که نمیتونن، میترسن، ترسیده شدن از برای خدا. این ملت 35 میلیون نفوس داره خطاب صاحب محترم، 35 میلیون توسط 30 نفر اداره میشه، 30 نفر که اصلا هیچ کار هستن. خو ایتور است که یک ملت گرسنه، یک ملت خسته شده از جنگ در 40 سال بدون کدام رهبریت، یعنی عادت کردن به می که یک نان بخورن خو شون دیگه در بالا می تغییرات چیزی که میه. زعما وقتی در خیابانای کابل امرای بعضی هم مصاحبه میکنن که زعمای ما باید لطفا با هم جور بیاین که ما مردم دیگه خسته شدیم. و زعما
نمیگن که ما مردم خود ما در خیابانا بدویم و حتی دکانا و اینا را مسدود کنن، یک حالت وحشت بیاره. در ایران باو که آخوندها بسیار حاکم هستن و امریکا هم میخواد آخوندها سر اقتدار باشن، مگر هر دو سال یک حالی میشه سب در ایران مظاهرات و نمیدانم اعتصابات و اینا بسیار زیاد صورت گرفته و سرکوب شدن و زندان ها افتادن، مگر امور بازم پذیرفتن. در افغانستان هیچ درکش نیست برای حقوق زن بیادر میدون که لین برق چرا از هزارجات رد نشد این تا ارگ رفتن، مگر یکی افغانستان در یک مخمسه قرار داره با یک مصیبت. یعنی در افغانستان فرقه فرقه هم ساخته، امریکا همی در قدرت در میان یک چند تا حزب و یک چند تا قماندان سالار دوستم عطا نور که نمیدانم عبدالله و امی اشرف غنی که سکلرا به همراهشان است و نمیدانم فامیل قدیر و که اینوان تقسیم شده. در حقیقت افغانستان به صوبه ها هم تقسیم شده، منتها از ترس ایالات متحده امریکا و اعلان پاچهی کردن نمیتونن. ما این فکر دارم همه طور از بله خطاب صاحب بیخی گفتان معقول است و امریکا میخواهد که افغانستان به همی ترتیب نگاه کنند، چیا که منافع شخصی خود دارند یا برنامه هایی دارند که داخل افغانستان باید پیاده کنند، از همین خاطر یا یکی از دوستای بسیار قویشان که پاکستان است که امروز در امور داخلی افغانستان هم بسیار دست دارد، خود مسئله از این صلح هم پاکستان بسیار رول مهم داشت، هر آن چیزی که امضا شد در این بسیاریش امو فایده ها و امو منافع پاکستان که بود و کلش مد نظر گرفته شده. دیگه اینا رو یک سوالی جد از این که میگم که ملت هر روز میمره، هر روز کشته میشه، هر روز انتحار میشه، هر روز آره او رو سکنه، شما در مسئله مزاری چقدر نفر کشته شد یا از خاطر سیاست خودشان این کار میکنن، از خاطر بدنامی یکی دیگه خودشان این کار میکنن. چرا داعش از وقت از بیندم خلاص شد؟ داعش یک پروژه بود که طرف اتمر و مسلمیار دور شده بود، یک چند وقت مردم ها جالبات هم کشت و مردم های کنر هم کشت و یه بنا هم داعش هم میکرد که خوش نمیداشتن و او را میکشد او خود گلم جمع شد. هر شما رسانه ها را میبینید که امروز داعش اینجا خود تسلیم کرد، امروز داعش اینجا خود تسلیم کرد، امروز داعش اینجا خود تسلیم کرد. اما این مسئله است که یا با از خاطر خود که نام از خود حق زیادتر طلب کنند، حق زیادتر بگیرن، خودشان یک برنامه را به نام کنسپیرنسی که ما میگیم، خودشان کنسپیرنسی یا خودشان یک برنامه سازی میکنن، خودشان یک برنامه را جور میکنن. برای از این مردمی که ایمان و وجدان و ضمیر و ناموس و از ناموس خود که اگر انسان تیر باشه، برای از واقع هیچ مهم نیست قتل دربی سیاسی یا صد نفر افغان. امروز سیاسون افغانستان کلشان برای از واقع افغان ها مطرح نیست، برای از واقع قتل افغان ها مطرح نیست. اما تو که حکومت دولت میکشه، اما تو نسی که امریکا میکشه، اما تو نسی که طالب ها میکشه، یعنی کلش یک دست جمعی ملت بیچاره افغانستان هر روز کشته میشه. اینا رضی که هر روز یا کشته میشن، چرا یک دفعه نمیخیزن استفاده نمیشن تو بره تا کی؟ یک وقت بتین ما که دانی وقت شما کشته میشن. اما بدبختانه چون اینمو یک حالتی هست که اونمو رو میبینن اونم کشته میشن، بازم ببینید پشت یک سگ و سگت که رئیس دن پشت امی عبدالله یا مثل امی اشرف غنی یا مثل امی معقق و خلیلی و چهار تا سگ و عبا و ای او سکنه، یا خودشان میفهمن امی عطا نور مخالف اشرف غنی بود، امروز در پوزی اشرف غنی سالت، امی امرالله صالح مخالف سر سخت دی بود، امروز پالی چی سالت پالی پالی امرالله صالح سالت، امی پشتو زبانه ما که از این پشتو زبانه سکنه خودش پولی چیست داره سه عبدالله شد کلشان از خود منافع دارد. درست برای ملت افغانستان مهم نیست، برای زیاد کشت خون مردم افغانستان مهم نیست. یعنی امریکا کل را میفهمد، همه چیز را میفهمد، اما امریکا از اینکه میخواه که داخل افغانستان بانه از خاطر منافعی که دارن، از خاطر منافع مملکت خود، یا همه چیز را نادیده میگیرن که اون یک چیزی بسیار خوبش برشون دینه روز بعد شد که یک طرف خانه صاحب عبدالله خید که من رشی جمهور استم و یک طرف خانه هم اشتب غنی گفت من رشی جمهور استم و دو کلیدی مهمه که امروز افغانستان اشغال کرد، اشغالگرای افغانستان هستند، یعنی نارسان و روزی رسان افغانستان هستند، روزی رسان مردم و روزی رسان حکومت افغانستان و اسکل افغانستان هستند، وام شیشته. یعنی خودت فکر کن آیا شما از این چی فکر میکنید که یعنی چی؟
بله پاچا صاحب خیلی یک دو نفر زحمت میتیم و شما بپرسم. ما هم زیاد تبصرم کردیم و پرسیدیم و دیگه تکرار به تکرار خود ما هم خسته شدیم. چی شده؟ چی شده؟ وی وی آغا د قطر د سیاسي دلو او د قماندانانو په منځ کې لږه مناسبات خنډي او خبرې نه مني، ځکه د کوم ورځ چې سوله شوې ده پنځه نوي عملیات یې کړي دي، پنځه نوي عملیات امریکا کړي، شا کړي، طالبانو کړي دي، طالبانو حمله کړې ده. هغه قماندانان چې په دې تړون کې موافق نه دي او هغه درې غټ غټ قماندانان چې د هغې موافق نه دي، یو ابراهیم صدر دی چې دوه وزیر دفاع دی، بل ملا عبیدالله ساق دی، او بل قاري بادیا چې ټول شمال د هغې په لاس کې دی. بیا په دې باندې یو بحث وکړو، مشکلات شته په منځ کې، ځکه ملا برادر دی اوس پاکستان ته تللی دی، ځکه قریشي او عمران خان دوه ډېر زیات دیرته د هغې فشار راوړی. او په ضمن کې چې یوه خبره تاسو ته وکړمه، یو سوال ابو زه خبر شوم چې مجاهد صاحب راغلی، چې ما دې مجاهد صاحب نه دا پوښتنه کړې چې مجاهد صاحب دغه خپله سراج الدین حقاني چېرته دی؟ د حقاني زوی او یا په دغې تړون کې ملا یعقوب د ملا عمر زوی چېرته و؟ دا ولې نه شته دی؟ دا اوس چې تاسو دغه تړونونه کوئ او دا تاسو چې دغه کوئ، آیا دغه ستاسو امیر المؤمنین یا ټول امیر المؤمنین ملاحبۃ الله چېرته دی؟ درست غږېږي، سوالونه خلکېږي که نه. او بل سوال دا و چې تاسو ویلی چې دغه اشغال تر اخره پورې موږ جنګېږو او موږ هېڅ وخت اشغال چې اشغال ختم شي موږ هېڅ توافق نه کوو، که نه نو بیا دا توافقنامه یعنې څه؟ دا بحث ونیسه مطرکېږي مهربانۍ که خطاب صاحب واقعیتونه وغږېدې، ما هم غوږ درته ونیو او ډېر ښه وغږېدې. ملي خبرې کې د افغانستان ګټې مهمې دي وروره. طالب هم که کوم هغه کوي، سړی چراغ پرې ور واچوه، وی وایه همدا اوس غاړې دې خلاصې کړه. دا خو د طالب و، د ما او د تا، د ټولو ملک ده. باید واقعیتونه ووایو. همدغه یو ډېر عبوري حالت نه چې ډېر یو بد حال ده، شی چې تا وویلې ما ولا خوا بده شوه. د خلکو د افغانستان ته هغه عام خلک چې سینې سپر کړې ضد سره لهکر، ځانونه تباه تباه کړې، کورونه همدغه مجاهدینو ته ډوډۍګانې پخې کړې، دسترخوان یې ورته هوار کړ، بچیان یې ولېږل جهاد ته. اوس په د هغوی په تقدیر باندې نور خلک لوبې کوي. طالب سره هم تقریبا 30,000 خلک په دشت لیلي کې په خاورو کې او په هغه کې دوړو کې شغالان وخوړل، همدغه کنټینرو کې همدا طالب بچیان مړه شول. نو اوس په قطر کې بیا یو سړی راځي، پیسې اخلي او معامله کوي د افغانستان په سرنوشت باندې. دوی د خدای په غضبو گرفتار کړي، لعنت دې خدای دې په همدغسې یو خاین شخصیتونه. په دې باندې ملا برادر خپله دغې سره غږېدلی و، دغه قمندانان نومونه چې ما واخېسته دودو هغو ورته رد کړې وه چې هر وخت امریکا وغواړي چې د افغانستان نه وځي موږ هماغه خپله اور بند کوو، دودو باندې ټک هم نه کوو، دودو دې وځي. د هغې نه سوا موږ قطن موږ د سره نور سول نه منو. اما د هغې نه سوا وګوره چې هغه په قطر کې دودو د سیاسي دفتر تړون وکړو. بله خبره دا ده چې دودو زیاتره بعضې مهم کسان د پاکستان ISI نظربند ساتلی دي. د هغې جملې نه یو دوه درې کسان دي چې بعضې نومونه یې ما واخېستل، دغه کسان دي چې هغه نظربند یې هېڅ کولی نه شي. خو داسې و چې بیا هغه یوه هفته چې امریکا سره اوربند کړی و، خو بیا د هغوی په خوله یې وکړه، ارام ارامي وه، جنګ نه و. هغه یوه هفته امتحاني چې اعتماد سازي ورته ویلې که څه ورته ویلې کار خطاب ته ټول. خو دا چې کله لاړه ملا برادر چې لاړو اولین ځل یې دا ټول ته چا څوک هر طالب زما وازه اوري هغې ته به دا خبره معلومه وي چې پاچا ته دا څنګه پوهي. اولین وار چې لاړو خلیل قانی د قانی زوی ته چې لاړو په دغې کې بعد ډېرو مذاکرات ته هغه قانع کړ، هغه یې قانع کړ چې هو موږ د یو ورځ لپاره سوله کوو. هغه ورسره قانع شو، کوټې ته لاړې، د کوټې شورا ورسره قانع شوه. اما دا چې کله لاړو ابراهیم صدر سره وغږېدلو، عبیدالله ساقزي سره وغږېدلو، قاري بریال سره وغږېدلو، هېڅ دود هغو ورته اجازه ورنه کړه چې دا کار وکړي. اما دلته یو نزاکتو په منځ کې
ځکه دغه وو ورځې څنګه چې وو ورځې خلاص شي ولې اوس هماغه تړون دی هماغه دور ورسره تړون کړی ولې اوس د روزانه عملیات کوي طالبان اوس خو خبرو کې موږ نه اورو د عملیات د طالبانو نه اورم زه نه درست مگر ولی طلوعی نه نشتهی ده نور نیاورو مگر ده امریکا غاگی نوایی ده خود خطاب سید زبطا تیو خبرو کما چی بگاش با دستا که چا دغم آواغ بگاش با اولش با پا ده هلمان بانده پیو پوستا بانده دراشی و ده امداشی و چی پا غی که اسکر وجل شویدی ده غی نمخ که امداشی و چی اسکر بعض رسانه خطا ده معلومه ده خطاب سیم چی کته دغه بعض نورو دغه ویبسایټون تلار چې زه به تاته یو څو لینکونه در ولېږم ډېر مهم مهم لینکونه دي او بعضې ټویټر اکاونټونه دي چې هغه به تا ته هر څه معلومات کېږي نو اوس خو خبر ده چې د رسنۍ خو چې ورته چې امریکا بستر افغانستان په خاوره او د افغانستان په حکومت قبضه لري نو آیا ته په میډیا باندې قبضه نه لري دا درست ده د امریکا میډیا کې چرته ویل چې والا موږ امریکا دغه سراجونه امضا کړي دي او بس طالبان دي او خوشي کېږي دا د زر کسو کاغذ پرون بېګا دغه امضا کړه اشرف غني امضا کړه د رسنۍ خو مهمه نه چې رسنۍ ووایي او نه شي ویلې که نه تا ته خپله معلومات شته چې که چېرته د امریکا رسنۍ دا خبرې وکړي غټ سوال ټرمپ خلک ورته وچې دي څه دا څنګه کړل دی هلته دی ویل چې دا ټروریستان دی او نن تا خوشي کړي دي بعض شیان رسنۍ نه وایي زیاتره شیان مخکې د رسنیو نه خلک خبرېږي رسنۍ مجبور شي بیا مجبور شي هغه خبره وکړي درست غږېږي د غوا کلي اوس بلې السلام علیکم السلام علیکم خطاب صاحب محترم څنګه مومنس خطاب صاحب ادمی برنامه دیروزتان اول سلام خود به شما و به پادشاه صاحب محترم تقدیم میکنم و به متنان و بینندگان تلویزیون پیام افغان خطاب صاحب برنامه دیروزتان یک سوی تفاهم صورت گرفتک تبصره شما مخالف نظر من بودک بله. و در این چهارده جهاد بر حق ملت مظلوم ما من هیچگاه مخالف مجاهدین نظامیان سربکف وطن و مخالف جهاد فی سبیل الله ملت خود نبودم و نیستم و جان و سر و مال خودم قربان بر رضایت علای متعال و استقلال دوباره افغانستان و همین نظام حاکمیت اسلامی کردیم و میکنم بلی خطاب صاحب ما با سیاسیون اختلاف نظر دارم چنانچه در زمان حضرت محمد صلی الله علیه و سلم که در جنگ خندق سلمان فارس اختلاف نظر داشت و پیشنهاد وی برای کندق خندق منجر به شکست مشرکان و منافقین شد بقیده من امی کار به اهل کار باید سپرده شود خطاب صاحب من یکی از افغانایی هستم که از جلو سوراخ شدیم الحمدلله و از عقب و از نه از عقب من آزادی شرافتمندانه عدالت امنیت صلح عادلانه میخواهم نه غلامانه ما حاکمیت نظام اسلامی شریعت برای وطن خود میخواهم نه بردگی غلامی به بیگانه صلیبی پاکستانی ایرانی روسی چینی خطاب صاحب و سوال ما از پاچا صاحب ایست ده که دیوان جنایی بین المللی انترنیشنل کریمینال کورت چرا امی جنایات جنگی قتل عام، کشتار بیرحمانه، دشت لیلی، قلای جنگی، سالنگها را که در تاریخ بشریت ثبت نشده چرا امی تحقیقات نمی کنند؟ و همچنان در دمی توافقنامه که بین امریکا و طالبان صورت گرفته دیگه من اینمی جنایات جنگی را من ندیدم که چرا معظمی بزرگترین جنایت جنگی در زمان در 2001 در دشت لیلی صورت گرفته چرا ای باید ما ای را امت زیر خاکش کنیم بله. تشکر خطاب صاحب مهربانی میکنه پاچه سایی بی ارفار اینا میربانی کدن ایست که کرم کرمینال جستیس آف دو هومن رایت یا یک چند وقت پیش خطاب سایی بلالا گفتند که ما میخواییم که دی 20 سال که تیر شده میخواییم که ما بررسی کنیم و ببینیم که جنایات که امریکا جمع طالب و جمع حکومت شده ایده ما بررسی میکنیم و باید بس از در کورت بیاید
بله میشنم ایده باید اکورد به مایک پمپو دفتن کل جزارت کرد که هیچ کس قدرت نداره که امریکا را زیر انوستگیشن قرار بگیره. ایده که کب معلوم است که بیدم که امریکا سی که هر رقم میدنگانه ای بدنگانه. دوم مامان صاحب مازی خواهد بیاک چیز بگویم که مامان صاحب محترم اگر تو فکر میکنی که موافقت نامه نیست این منافقت نامه بود که امضا شده که دهی دست پاکستان هم بود و دست امریکا هم هست این که شما ایره موافقت موافق نامه میخوانین و هر کسی دیگه که موافقت نامه میخواه و گناه خواهش والله ده بلکل منافقت نامه ده خطاب صاحب دکت افغانستان کردی و نشته دکت مسلمان آقوی ویلی موافقت نامه مگویلی ما البته افغانستان کې ویلي حکومت وحدت ملی موږ هم ویلي وحدت ملی نو داسې شیراغات قنداغانو سو ویلی او ګلاغانو سو ویلی او هغه نمونه دي نو خبره دلته خطاب صاحب چې وخو کاڅ کې د افغانستان کې پکې خوندي وي هغه دا وروره خو یو شی درته وایم قندکه دغه ما د څلوېښتو کلو کې د منافع د افغانستان چا غوښتي یا سړی را معرفي که چې زه په خپلو اوږو جکه ما وروره چې اوله زه ورسم د لاسونه مچوکم ما خو وروره داسې یو سړی نه لیدلی دغه خط د سیاست کې زه دا دېرش کاله ده چې د شپې او د ورځې ځان مې وقف کړی نوکریوالي ورکوم د جب پیسې مې لاړې وخت مې مصرف سو یو ګراج لرم غونډ له مصاحبو ډک ده لمده کسیتو سیډیانو په هر یو مې وخت مصرف کړی ده دومره وخت چې ما مصرف کړی دومره پیسې چې د مال جبه تللي دومره ټاپې چې ما خوړلي دي دا رادیسي سړی دې راسره حساب کې چا ځان وقف کړی ده الکانو دی مال مخی پیدا سوی دی اوس وزیران دی په افغانستان کې میلیون میلیون ډالر لري دا دی ما څلوېښت کاله یو څلوېښت کاله په امریکا کې تیر شو زه افغانستان ته مې پښه نه دی ښې له همدغه چې خدمتونه کومه دا او دا او دا ورسره چوپړ وهمه ما خو وروره یو سړی ونه لیده تا هغه ډېر هغه سړی راوښیه دلته مې ولیده طالبانو سره به یې منډې ویلې آخر جاسوس دی امریکا راووت دغه اکلیل حکیمي خو ته خپله پېژني دغه زاخیلوال په کانادا کې دا د ونو لاندې به یې دا خواخوا منډې ویلې یو ډنګر یو پوپنکې وهلی یو غاټې ډبلې عینکې په سترګو وې نرډ غوندې له همدې چې نه یې خیز واچو ولاړ افغانستان ته چورې واچو دا خو د افغانستان پیسې دي وایه مو یتیمه نه کوش نانه زیرې به غلش بېږي دا فقر بدبختي دا مصیبت چې راغلی ده دا خو ضرور نه ده چې سړی راسې توپک راواخلي او خیریه ورانه کړي ته چې غلا وکړې ته شوکونې وکړې غلط ما امیریتو کې ماموریتو کې وطن د سره تبا کیږي دا خو وروره د خلکو سرنوشت ده پرون یو سړی وایي چې نه پوهېږم عبدالله او اشرف غني یو خصوصاً اشرف غني هغه نه ده کړی مړی نه دي کړي خون نه ریښتان دستش خون پر نیست و سړی دغه قومنده چې یو قومندان د اعلی ورکوي دا رتبه اخلي هر خون چې په هغه ملک کې کیږي خو دغه قومندان اعلی شو کنه و ضرور نه ده چې هر قتل هم هغه قومندان اعلی وکړي دا قاتلین دی او ملک هم دوی دی خاینین هم دوی دی دا د شپې چاپې چې غورځېږي او به خبره مې ستا کړې دا د شپې چاپې چې غورځېږي دا بېګناه ماشومان چې بمباریږي دغه خلک چې وژل کېږي دا ورځ په ورځ باندې دا کونډ یتیمان دا خو چې رئیس جمهور چې پې خبر نه دا خو هېڅوک کولی نه شي او بله یو خبره مې کوله که تاسو چې دیاله منو دي هماغه خاینین هماغه جاسوسان هماغه د امریکا غلامان نن طالبان سره کینی او ورته ګډېږي بل د دې نه مخکې چې تعهدنامه امضا شي په قطر کې همدغه څه بلانه مې تا واغست دا وزیر د مالیې چې و زاخیلوال زاخیلوال اسماعیل یون په لغمان کونړ ننګرهار کې جشنونه جوړ کړه آتشبازیان یې جوړ کړي په سراتې سه اترونه یې واچول اوس سوال دلته دی چېرته ده دا خلک هر خواته هماغه کرځی دی چې نن طالبان کوم مطرح دی هماغه داخل وال دی نن په طالبانو کوم مطرح دی هماغه غرق جاسوسان او خاینین نن طالبان کوم مطرح دی اوس سوال پیدا کېږي موږ دلته شعر وله ځکه تا چې ویله اصلا تا جهاد کړی دا جهاد اکبر ده چې دا کړی جهاد دا نه چې وایي توپک راواخلي او ډز یو سړی ولي د قلم جهاد د خولې جهاد استخبا د خبرې کول د رسانې د خپله په د درد ملت خلکو ته ووایي نو عرض مې دا و چې دغه زه موجود وم دا شیان مې کړي دي مګر داسې یو سړی ما ونه لیدي چې زه ورته راسم چې ولا آفرین تا خو دا ملت ته دغسې یو شی وکړو هغه فردي یو چا به یو څو روپۍ لیږلي بل مګر دا حکومتداران مامورین دغه څوک چې مدیان د قدرت دي خو یو خدمتونه کړه رباني خدمت کړی احمد شاه مسعود خدمت کړی حکمتیار کړی چا کړی ما ته ووایه خو همدغه درې څلور پنځه شپږ رژیمه د موږ له مخې تیر شو په قید حیات کې وو
له داود خان نیولې هم د شرازه رازه رازه تر اوسه پورې ما خو ولکه څوک لیدلی هر یو د خپلو مطالبو لپاره نو دغه لپاره و یو مثال چې نه لري مشکل دا ده. پاچا صاحب یو تفریح ته ځو بیا بیرته راځو لاینونه هم ډک دي داسې لنډ لنډ ورته غږېږه قربان شم په دا لاین کې اوسه له ما سره دوستان عزیز برمیگردیم لطفا لاینایتان هم نگه دارین و در فیسبوک هم تعداد زیادی داریم تماشا میدارن برمیگردیم به سرعت خدمت شما خواهیم بود انشاءالله. قطره گیاهی استراس ساخته شده از ترکیب گیاهانی چون گارلیک، هاتورن، یوروپیان میسلتو، مادرورت، کایان پپر، بلوبری و وایت ویلو برای سلامت قلب و پیشگیری از انواع سکته های قلبی، سلامت گردش خون، کلسترول مطلوب و مبارزه با ناپاکی های بدن، تورم پاها، خستگی مزمن، اشتهای نامطلوب و تنگی نفس. قطره قلب استراس از سال 1980 در خدمت سلامت مردم در سراسر جهان. 100% طبیعی برآمده از دل طبیعت. قطره قلب استراس. حس خاطرات تفسیر لحظه های گریز پای زندگی در لحظه آفرینی های محافل خوشی محافل رسمی کنفرانس ها و ایتان های پر امنیتتان از فضای صمیمی سالن مجلل کابل واقع سالتا شهر لندن با تجربه ده ساله آن بهره برید و ضمناً کابل رستوران از لحظات شیرینتان در اوج تجارب تهیه غذاهای افغانی و ایرانی و هندی در خدمت شماست شنبه شب ها موزیک زنده را با ما فراموش نکنید. جهت معلومات مزید به شماره 0208-571-6878 با ما تماس بگیرید. سلام و عرض ادب خدمت همشهری های عزیزی. اگر شما مایل به خرید آپارتمان، ویلا و یا سرمایه گذاری در شهر علانه ترکیه هستید لطفا شماره تلفن ما را یادداشت نموده با ما تماس بگیرید تا بهترین امکانات و کمترین زمان با اقامت ترکیه و سیتیزن ترکیه در اختیار شما قرار خواهد گرفت. تشکر. استیتیش سان میدیسن کلینیک مدرن دندان پزشکی در قلب شهر هامبورگ گنز مارک شماره 33 با سرپرستی دندان پزشک مریم تالی دکتر دندان دیپلوم از دانشگاه شهر هامبورگ متخصص امپلانتولوژی یا کاشت دندان و مواد آلمانی استیتیش سان میدیسن یا زیبایی دندان پزشکی در این کلینیک با تکنولوژی امروزه و کاملا جدید عمل جراحی دندان حسب کشی پر کردن ریشه دندان تداوی لثه دندان سفید کردن و تمیز کردن دندان ها اجرا می شود در این کلینیک کلیه امور در داخل لبورها و سیستم اصل آلمانی اجرا می شود. کلینیک مدرن دندان پزشکی استیتیش سان میدیسن در قلب شهر هامبورگ گنز مارک شماره 33
شرکت تجارتی بارک در بیلشتراسه 137 شهر هامبورگ جهت سهولت هموطنان عزیز دو قلم عمده جاروب برقی بارک با قدرت خیلی قوی را با اسمارت باکس شما می توانید تمام کانال های افغانی، ایندی و ورزشی را مشاهده کنید با قیمت های کاملا مناسب در دسترس شما گذاشته است. برنج درجه یک دانه بلند بارک با کیفیت اعلی را می توانید از شرکت بارک به دست دارید. همچنان در فروشگاه تجارتی بارک شما بهترین و متنوعترین اشیای الکترونیکی را با مارک های مختلف از سراسر جهان به طور پرچون و عمده دریافت می توانید. شرکت تجارتی بارک بیلشتراسه 137 شهر هامبورگ به مدیریت آقای نصیر بارکزی. لیلام بزرگ فروشگاه موبل کانفور در آلستن بیگ، غوز اون گول در آمبورگ بیلشته. گولد پکر، اتاق خواب مکمل با توشک، سیت مکمل اتاق تعام، سه عدد کوچ اتاق سالون، از 7180 ایرو به 5999 ایرو. زلبر پکر، اتاق خواب مکمل با توشک، مبل اتاق تعام، سه عدد مبل اتاق سالون از 7330 ایرو به 4999 ایرو. برونز پکیج، اتاق خواب مکمل با توشک، مبل مکمل اتاق تعام، سه عدد کاوچ اتاق سالون از 6470 ایرو و 3999 ایرو. ترانسپورت رایگان تا 50 کیلومتر و ترمیم رایگان. لیلام بزرگ فروشگاه های کانفور در آلستن بیگ، غوز اونگول در آمبور بلشتی. Being hungry for a day is hard. Being hungry most days is harder. Fleeing your home country is hard. Resettling in a new country can be harder. Coping with illness is hard. Having no health care when you're sick is harder. Islamic Relief USA is partnering with neighbors like you to share food aid, provide resettlement services, and make health clinics possible. Charity starts at home. Visit irusa.org or call the number on the screen. میفهمی؟ هر سال شرکت‌های برق و گاز قیمت‌ها را اینقدر بلند می‌کنن. مقایسه با قیمت‌های بازار اینقدر سخت می‌سازن که آدم نمی‌فهمه قرارداد برق نو می‌کنه یا که کدام موتر قیمتی را در جانت می‌زنن. تا که با شرکت نوشک آشنا شدم. ساده است. بل برق قدیمیت را روان می‌کنی. در ظرف 24 ساعت نوشک بهترین قرارداد به مقایسه بازار برایت روان می‌کنه. پیشنهادشان اگه خوشت آمد فقط به موبایلت اوکی میکنی و بس. مشتریان عزیز، سرویس شرکت نوشک برای شما کاملا مجانی می باشد. سرویس خصوصی و تجارتی بدون کاغذپرانی های بی جای تا 30% مصارف کمتر. شما می توانید از طریق تلفن نمبر 0175-929-29 SMS، واتساپ و تلفن با ما تماس باشید و یا از طریق اینترنت نوشک.ae. چاره پسنداز دارم کردم. شرکت ملکزاده واقع بلبروک با 22 سال سابقه کار یک قلم فرش گرانبها را به قیمت فوق‌العاده ارزان برای شما مشتریان عزیز عرضه می دارد.
دوستان عزیز، عرض سلام و احترام از خدمت فرد فرد از طریق شبکه جهانی تلویزیون پیام افغان بخش سخنی اوریان باز هم خدمت شما قرار داریم و بالای اوزای جاری افغانستان و آقای سیدارون پاچا از افغانستان صحبت می دارن. آقایی که عقب پرده ها را اونا کنجکاوی کردن و می خواهی با خورد مردم برسانه و ما همچون رسانه آزاد است مردم و ملت بیچاری افغانستان مطرح است. هم تعهد را که به خداوند لایزال داشتیم روز تمدید تعهد ما خودم شخصا روز می دارم. به اول لحاظ افغان مسلمانان پنج بار باید روزانه در اوقات معین جلوی خداوند بیستن و تعهد کنن و استغاثه بداره و راه راست از خداوند بخواهی که به او را انسان رهنمون بداره. وقت ادای نمازهای پنجگانه یا اقامه نمازها همی است که در اوقات معین و فاصله های معین انسان در برابر خداوند قرار میگیره. ما هم وقتی به تلویزیون مراجعه ما خودم شخصا میدارم همی اصلا ما زیادتر توجه میدارم که واقعیت ها بیان شوه، نه ای حزب و نه او سر امیر حزب و اینوان مطرح نیست. واقعیت ها را باید آدم بیان داشت و آنچه خداوند لایزال خورسند می سازه او است. ملت افغانستان طوری که پاچا صاحب مخاطب قرار دادن راستی یک ملت مظلومی هست. در وقت جنگ و مبارزه و در برابر ابرقدرت های تاریخ ایشان که افغانستان اشغال داشتن این مردم به پا خیستن، سینه های خود سپر کردن و از احساسات از اونا سخت استفاده ها صورت گرفته و همه تو بوده. در طول تاریخ افغانستان اگر واقعا به این 100 سال اخیر هم مراجعه شد و همه تو بوده، دست بیرون در لابلای تاریخ افغانستان یعنی حاکم بوده و دستای شومشان اغراض شومشان مطرح بود در افغانستان. اگر تاریخ افغانستان مراجعه کنین، پاکستانی وجود نداشت، بنگلادش یک قاره به نام نیم قاره هندوستان در اونجا مطرح بود و توسط انگلیس ها رهبری می شد. مسئله خط دیورن وقتی میگیم خاکای افغانستان جدا شده و رو پاکستان جدا نکرده، باعث یک هویت حقوقی و کشوری و توسط انگلیس دست خط گردیده و جدا شده، به نیم قاره هندوستان زیر سلطه انگلیس قرار گرفته. همه طوری که فعلا ما زیر سلطه امریکا قرار داریم، نیم قاره هندوستان زیر سلطه انگلیس های وقت که ابر قدرت جهان شمرده می شدن و در قلمروشان آفتاب غروب نمی کرد، اونا داشتن امر و نهی را و همی قراردادها و یا توافقنامه ها و اینا توسط انگلیس دستخط می گردید و بسیاری ها را اخفال هم کردن و به حساب بازی هم دادن، بازی های سیاسی که در راه بود از عبدالرحمن خان گرفته تا قبل از او. بعد از او هم در توده های افغانستان دمیدن، چند نفر بدرا ساختن، پرچم و خلق و اینا را آگاه هستیم. جهاد آغاز گردید، جهاد محل عبور و مرور و نزدیکترین فاصله پاکستان شمرده می شد، سنگر مجاهدین قرار گرفت، مهاجرین و بالاخره اگر بر قدرت به زانو در آمد و ماموریت از او را پاکستان به دوش داشت. ایره همه می دانه اگر برهان الدینی بود، اگر حکمتیاری بود و یا حضرت و که نمی دانم پیر و دیگه و دیگه، همی افراد و اشخاص دینی و روحانی همه جمع شدن در پاکستان و توسط پاکستان قمچین می شدن، توسط پاکستان آزیریشان گرفته می شد. 14 سال جهاد از پاکستان امر و نهی قمانده توسط همی جنرالای پاکستانی که امروز توسط همی افراد و اشخاص توبیخ میشن و شعار زده از اونا که گویا مردم های بدی هست، از همینجا صادر میشد و مشهود است. بعضی ها را زیاد پول میداد، تا یکی حسود میشد در برابر دیگه، فرزن حضرت صاحب ما شنیدیم قار میشد که او برادری چی گپ هست، ما طرفدار امریکا زیادتر هستم و پادشاه سابق ما تایید میدارم، ما را فرزن 20%
تخصیصی هم ایتا و گلبدین حکمتیار که اخوانی پاکستان و امریکا را دو میزنه و فاش میتا او را 60% میتا بیادر چیگا پس اتا رقابت در خود درونی اونا در خود تعاونی که در جهاد یا تخصیصی که بر جهاد داده شده بود غربی ها توسط پاکستان از فلتر پاکستان رد میشد این واقعیت افغانستان است اما تو یکی سر ایران همی رهبرایی که در ایران توسط قبضه ایران به افغانستان فرستاده شده بود یکی شیز به وحدت موسینی و نمیدانم اینوان خلیلی و مزاری اینا موجود بودن دیگر این کشورها دست دارن منافع خاص خود دارن مرکز استخبارات ایالات متحده امریکا پاکستان شمرده میشه ایران شمرده میشه همچنان عربستان سعودی در مسائل افغانستان دست داره آمدیم بالای تهدا بیامی حکومتی را که دیروز دو نفر پادشاهی اعلان کرد در ارگ ریاست جمهوری این تهدا بی از او تقریبا 19 سال یا 20 سال قبل در 2001 در بن تهدا گذاری گردید و امی آدم خلیزاد دارم اونجا در تهدا گذاری از اونا امی آدم مهندسی کرد ماموریت کرد جمع لختر ابراهیمی نماینده ملل متحد در اونجا بودن و اونا خواستن که پشتون در رهبریت قرار داشته باشه و حکومت قدرت به دست امی ابزار جنگای داخلی باشه که از به وحدت بود و جمعیت و اینا اونجا مرفوع شوند که از زمره که از اونا را حتی مارشال خطاب کردن مقرر کردن گماشتن و بعد از اون تجدید تعهد ایالات متحده امریکا و کنترول از اونا در حکومت کرزای هم مشهود بود و بعد از او وقتی عبدالله در برابر کرزای قرار گرفت عبدالله را گفت که باز دفعه دیگه خودت ما مورد تفقد قرار میتیم این دفعه تصمیم گرفته شده که کرزای دور دوم به پیش ببره حتی پادشاه سابق از آقای سیرت صاحب بپرسین وقتی خود کندید کرد میگه من رفتم در افغانستان بسیار خرسند شد و بعدا وقتی خلیزاد با او صحبت کرد باز مرا گفت که ما میخواهیم کرزای اولاد موارث یک 4 ساله یا 5 ساله دیگه هم رئیس جمهور باشه و مرا گفت که من میخواهیم او آدم رئیس جمهور باشه و میگه من تعجب کردم که چرا اینطور شد داستانهایی داره از خود یعنی همی رهبریت افغانستان کنترل شده یک رهبریت است زیر یک سلطه است و توسط ایالات متحده امریکا و اتفاقا کرزای خلیلزاد در رأس بوده از بند تا این دم و بالاخره دیروز هم در همونجا موجود بودن گفته پادشاه صاحب که همه دویدن و صاحب مگر خلیلزاد و سکات میلر هیچ مثل که هیچ گپی نشده باشه و نه راکت فیل شده و نه در کلی از یا بخوره و خود اشرف غنی هم پیران خود واز کرد و کرتی خود که بیاین مرا بزنین یعنی مانای از این که کس نمیزنه ما بودیم یک ترق و پاک کردیم پشت گپ نگردین مگر او بیخبرهای دیگه و خانوما و مردا و کسایی که احساساتی هستند در افغانستان اما است در اینجا ملت برادر نه صدا داره و نه ملت کدام گپی را به کرسی میتانه بشانه باز ملت بسیار افکار مردم بسیار زهراگین ساخته با پول عادت داده با رشوه با ای که لغمنانی از امریکا میرسد در وقتای جنگای داخلی تو نبود دیگه دیگه امی فرصت فعال نیک گرفتن که اگر امریکا برای در حقیقت روزی رسانی از اینا میبره یا از گرسنگی میمیرن جنگای داخلی شروع میشه وقتی به گذشته ها مراجعه میدارن به هر حال دیروز هم تجدید تعهد توسط ایالات متحده امریکا صورت گرفت که اشرف غنی هم باشه و آدم دیگه هم در رأس کار باشه و امو حکومت جانکیری را میخواستن که دوباره اعاده بسازه و شاید امی کارم صورت بگیره از او مردم شما توقع ندارین چی میگه بلا تشبیه سگای هر درگاه هستن و گوساله های چند مادره هستن هر جایی که شیر زیاد بود امو پستان هم میچوشن و امو طور هست یه واقعیت افغانستان ملت مردم نه انسجام دارن و نه دیگر یا تقسیم شدن با طالبای احساساتی زده از اینا می جنگن جهاد است و فریضه جهاد و خود امی رنگ جهاد ما ایستا ایستا اینا می خواهن بدرنگ بسازه برای طالب هم پول پیش می کنه برای اینا هم و انسان خوب پذیر است ایستا ایستا طالب هم خوب فرشته آسمان نیست انسان
شیطان داره و حرص داره و آز داره و اینا میشه به یک طریق دیگه به یک طرف دیگه بکشانن و این کار صورت گرفته در درون مردم داخل شدن و از درون انفلاق دادن اجتماع را. الو خو افغانستان به مصیبتی بشار بدی گرفتار است، روزهای بشار بدی خود سپری میکنه. 4 میلیون 5 میلیون مهاجر در بیرون هیچ وقت افغانستان نداشت، 5 6 میلیون معتاد هیچ وقتی نداشتن. افغانستان مزرعه مواد مخدر و اینا نبود، اشغال طولانی نداشت به این حد که تا این دم به جنگن و یا یک حکومت به این حد فاسد و رزیل و غیر مردمی نبودم دیگه. حکومت هم اگه ببینید به هر حال همه طور هست، حالت بشار حالت بد است. سیر ما خدا خدا داریم که صفحه تغییر کنه. ای که طالب باز زنجیر پاکستان به گردن مندازه و کشوگیر، ما به این فکر استم که پاکستان خواسته های زمینی از افغانستان از آغاز جهاد داشته. تا این دم بالای طالب هم پول گرفت و بالای مجاهدین هم خود سیر ساخت، دامان خود پر کرد، اقتصاد خود پیشرفته ساخت، یک قوای زرعی از خود ساخت. جهاد افغانستان بیشتر پول گرفت بعد از او سر طالب و حالی هم دمی اوضاع پرپیچ افغانستان از پاکستان بیشتر کمک میخواهند. استخبارات امریکا، CIA و ISI با هم در یک تبانی قرار دارن، چون در دوران جهاد هم داشتن برای سرکوبی قوای سرخ در افغانستان. این را دیگه حق بتین یک مملکت بگوین شیطان است، دالخور است، رزیل است دیگه است، در حالی که خود ما در درون ارگ دو پاچهی را اعلان می داریم. او را دیگه خب از پاکستان قصر ندانین که در کلی عبدالله در آمده و اشرف غنیم که شما به اتفاق باشین. خود ما در درون مزیه ما نیست، در بیرون هم بسیار زود اخفال می شیم، پول هم فرستاده می شیم، ما را بسیار بد معتاد ساخته به مواد مخدر، به پول خوری، به رشوت، بر بی بازخواستی، همه طور از حالت. در این راستا که چی از این درست خواهد شد، قوای امریکایی میبره، شاید پس داخل شوند، مسئله انتخابات در امریکا باشه. خواه همون وایلد گیسز، یعنی افکار چی میگه خیالی ما که شاید دیتور باشه، شاید دوتور باشه. این را ما آیستا آیستا در مغز یک افغان که میخواه خدا آگاه بسازه خطور میکنه. ای که باز واقعیت چی است؟ آیا امریکا واقعا افغانستان ترک میگوید؟ ای که در عقب پرده ها با طالب قراردادهای امضا کرده و با پاکستان قبضه را با پاکستان می سپاره و در افغانستان جنگ دوام خواهد کرد. اگر پاکستانی نبود، قراردادی نبود، طالب است و همی حکومت پوشالی و شریده، جنگ دوام داره، ملت دیگه هم خوار و زار میشه و بدبخت شده میره. ای که روند مسائل آیا بد، بدتر و بدترین بد چی است که شر باشه که خیر مردم، او را نمیدانیم. به هر حال همتون است. از آقای آرون پاچا سوالاتتان مختصر مطرح بسازین لطفا. بله سلام علیکم. الو سلام علیکم. و علیکم سلام. تو مختصر لطف کن. سوالم به راجع به نمیشه دولی باید گفت که خطاب صاحب بهمی بعضی ها که منفی گرایی میکنن در مورد از این قرارداد بین امریکا و طالبای کرام، خطاب صاحب کار درست نیست، به خاطر که اولی که امی هر چی دیبا نقود کار خوب است، اول که امی منفی گرایی هم به نفع امی دولت غلام میشه، دولت غلام های کابل، و این که خود امی مایده که مزا شده بر نمید شده. خطاب صاحب اگر شما در بونه هم در جرمنی وقتی که امی قرارداد فروش افغانستان توسط امی یونس قانونی و کرزای ربانی ها امضا شد، در اونچه بعضی کشورهای جهان هم بودن مثل جرمنی و روس چون ایرانیا و پاکستان هم چون نمیخواد رسپوشی کار کنه، اما هم کار فرش اجباری بوش کرد، اما فعلا امی اگر پاکستان هم هرچی میکنه، خطاب صاحب اگر به قسم عقل سالم فکر کنید، پاکستان در اینجا برای امی آزادی افغانستان کار نیک برای مردم افغانستان است و در اینجا هم خامخا نفع پاکستان است، بخاطر که در اینجا میتونه که همی بین روابطی که بین طالبا و پاکستان است روابطی کرد و بین امریکا و پاکستان روابطی بسیار خوب از بسیار از افتتای تاسیس پاکستان است کافیلا نست، و در این میتونه که همی روابط بین طالبا و امریکا هم امی پاکستان نزدیک ساخته، و این چه پاکستان خامخا نفس خود میره به این معنا نیست که طالبا غلام های پاکستان، طالبا آزادی پاک و امی بنگ
افغانستان انشاءالله که آزاد میشه میگم و پیشان پیش برای کل این مردم افغانستان تبریک میگم که 5000 آزاد میشه انشاءالله و این اشرفغنی کار سر کار داره نه هیچ و این با طالبا و بین طالبا و امریکا امضا شده و اعلام میشوند و دیگه ای که در 14 ماه همی خروج قوای امریکا از افغانستان کاملا خارج میشه به خاطر که امریکا نفش در اونجا نیست در یا که میگم منافع امریکا و فکر نکنم خطاب که منافع امریکا در بود قوای در اونجا که نه راه بحری دارن و نه هوایی داره امریکا در اونجا باشه و در اونجا یک جای بسیار برش مشکلات است خصوصا مردم افغانستان در اونجا قرنانشان در تمروس شکن خواهی تو راست که علایق امریکا در اونجا اگر با آوردن یک حکومت دیگری ما سواز می حکومتی که دو تا اعلان شد مطرح باشه خب یعنی علایق امریکا مانع از این که وقتی شما با یک کشور پولدار با اسلحه پیشرفته و اینا شکست خورده مواجه میشین و برای افغانستان هم کمک کنه و بعضی علایق از اونها هم در افغانستان مرفوع شه و چی باکی من نمی بینم که چرا آدم حراس داشته باشه امریکا بگه که ما یک بیس نظامی فرض کنین بیاین میره پوسکنده در میدان پرتیم که ما یک بیسی درست است طالب گفته حرف زده قهرم بوده امریکا را اخراج می سازه از افغانستان یک چک چک آفرین الله اکبر مگر اگر فردا بگه که خب همه امریکایی که شکست خورده افغانستان اعلام داد ولی می برای ما کمک هم میکنه پروژه ما را تامین می داره و از ما خواهش میکنه که ما را در یک کنج بانین اگر کدام خطر متصوره از چین و دیگه و دیگه بود هم یک دو بیس نظامی ما اینجا باشه با امورتان ما هیچ غرض نداریم مگر صرف به حیث یک سرنشین کرانشین ما را قبول کنین ما نمی فهم در این نقص افغانستان چی خواهد و میدونم اولی که اگه در اینجا بیس امریکا صورت بگیره بعد اگه طالبان باشه مردم افغانستان یک مردم بسیار یک تعدادش مردم های کمونست و ملحد است که فعلا ما شما میبینید در جای و یک تعدادش مردم های بسیار خوب و مسلمان است و آنها دوباره همین جهاد شروع میکنند به همین که طالب هم از او دور به قسم دیگر و در اینجا کشورهای مثل چین و همین ایران و روسیا هم منافعشان است نمیخواهند که در اونجا پایگاه امریکا باشه باز افغانستان به کهقرهای دیگر خطاب صاحب میکشند این بهتر است که امریکا کاملا خارج شوه و خارج میشه و نباید در اونجا پیسش باشه و تیز باشه و روزی رسان خدا الله سبحانه و تعالی نه خورا میگم بیادر چی از امریکا ندید باید خارج شوه و کار نیکسین دی خطاب صاحب بله آب کار نیک خوب شار کار نیک دیگه هم هست خب مگر به یک جبر افغانستان قرار داره افغانستان امریکا لایق داره در غیر از اون اشغال دوام میکنه برادر جنگ هم دوام داره و طالب هم با این 5000 که یک سال سه سال یا چهار سال یا ده سال زندانی هست و دیگه جنگ هم کده نمیتونه لنگ و لاش هستن خانه خود میرن مگر جوش طالب خروش طالب و زمین قرا و قصبات این جوان ها را صاحب میگمه تو مخشویی میکنه که بده و که ناوقت میشه جنت برو که او را اونجا انتظار تا داره بچه اینجا خوب پیسه هم نداری که ازدواج کنی اونا میدمان صاحب عملیم ثابت ساختن یک کسی که 20 سال جنگ در برابر ابرقدرتان جهان دوام داد و موفق هم بود نیم خطر هم ازشان گرفته او خطر هم امضا میکنه دیگه وا چرا برن و اسلحه خود به زمین بانه پاچه صاحب دقیقه او بکه چی دایی تا لین آقس و اغماس دستی لن پا دقیقه تبصره بانده یا تبصره لری؟ تر افغانان چې ټول احساساتي دي اتمی یو چا پورې تړلې استو یا طالب پورې یا کمونست نه نه احساسات ښه دي بد نه دي خو که احساسات نه وي بیا څوک علاقه هم سیاست سره نه ښیي افغانستان سره یعنې باید موږ داسې یو طرفه یو اړخ باید موږ قضاوت ونه کړو که نه تا کو دې وویل چې والا امریکا افغانستان کښې منافع نه لري چې امریکا افغانستان کښې منافع نه لري نو بیا په افغانستان کښې څه بد کوي دا شل کاله وجنګېدله دا دا یو سل پنځه درش بلیون ډالر یې ولې مصرف کړ که نه خو خیر خو موږ هم همدا غواړو یعنې موږ خپله هم سوله غواړو خدای دې سوله را وړي یعنې دې کښې زه هېڅ څه ویلی نه شم هغې په خپله هر چا څه وویل تا په خپله هم واورېدل نو هغې ته به زه نور څه ووایم بله سلام علیکم الو بله بله بفرمایید سلام جناب محترم آقای خطاب وعلیکم سلام جناب محترم میمان شما پاچا صاحب سلام دارم وعلیکم من تبصره کوتا بعد از او از شان یک سوال داشتم بفرم خدمت شما هر شب شما هم در تبصره ها یاد کردین ببینین ما همه چی در ضعف از گذشته افغانستان است که امروز ما ملت ما همیشه سر دوچار است کشورهای پیشرفته و هر کشوری که در جغرافیای سیاسی جهان عرض وجود میکنه مثلا این شما بر قدرت
جهان که عبارت از امریکا در سال 1776 استقلال خود از زمانی که از انگلیس ها گرفت، اینا دارای یک خطوط اساسی، یک مش اساسی برای دولت خود دامو ساختار تا به حال وجود دارد دارن. همین قسم همه کشورها که در جهان هستن برای خود یک خطوط اساسی برای ترقی و تعالی و پیشرفت کشور و مش سیاسی دولت از قبل طراحی شده اینا می داشته باشن. متاسفانه ما از گذشته تا حال چنین چیزی را نداشتیم. در پهلوی ازی که نداشتیم ما یک اشتباه بزرگ تاریخی را هم در ملت مرتکب شده. امیر کسانی که در رأس قدرت بودند، فرهنگ محاکمات در افغانستان وجود نداشته، یعنی محاکمات جنایات جنگی، محاکمات خیانت ملی. اینا کسانی را که در تاریخ ما سراغ داریم خیانت ملی را مرتکب شدند، جنایات را مرتکب شدند. اینا چون به حساب سلسله خاندانی آمد، هم خوبشان هم خوب شد و بعدشان هم بد شد. دیس همه ضربه را دید ملت افغانستان که امروز هم چنین ادامه داره. اگر غنی است، اگر داعش است، اگر عبدالله است، اگر طالب است، همه اینا فقط در جای یک پلان، یک پروژه امریکایی و انگلیسی سرگرم کار هستند. اینا در تطبیق پروژه ها در منافع استعمار کار میکنند. استعمار را ببینید بزرگیشه که 1,400,000,000 نفوذ با یک مرض، یک ویروس بیولوژیکی خودش به نام کرونا امروز جهان را فقط تکان دادن. اینا در منافع خود از هیچ چیز در هیچ چیز رحمی ندارند. پاکستان هم کشوری است که همین خطوط اساسی را در مش خود دارند. اگر وقتی که عرض وجود کرد گفته پیشتر شما هم صحیح است، به وسیله یک پروژه انگلیسی تقسیم شد. بناهن اینا دوست و دشمن خود را شناختن. ما امروز در دوستی و دشمنی با ملت ها هیچ تفکیک در افغانستان وجود نداره. هیچ کس دشمن را دشمن نمی سازد. اینا پاکستانی ها هند را دشمن خود می سازند، افغانستان را دشمن خود معرفی کردن. حتی زمانی که اینتلیجنس سرویس یا ISI دوباره اثر آرایش داده شد به وسیله کویتوم، یکی از جنرال های ارشد انگلیسی بود، اونو برشان گفت دشمن تانکیز گفتن دوستان گفت دشمن بعدی تان گفت افغانستان. ما این چیزها را اصلا در افغانستان نداریم. در مشهد دولتی خود امروز موافقت نامه قطر که امضا شده شما بیاد داشته باشید، چون این مایده ها پسان باز بالای یک ملت میبینین چه دستی بالایی داشته، چه قواله های امضا شده که ملت هم مظلوم از او خبر ندارم. مظلومیت خود چندین چیت بود خود را دارم. مظلومی است که فشار سرش است، مظلومی است که جایش را گرفتن، مظلومی است که ملکیت خودش را پیش بزور گرفتن. بناهن ما در اینجا باید فکر بکردیم ملت در این نظریات که همه چیز در پشت درهای بسته است، همه قواله یک ملت به دست ISI پاکستان داده شده. قریشی میگه که همه مشکلات افغانستان من بعد از طریق اسلام آباد حل خواهد شد. این شاید یک زمان جامعه عمل بپوشاند. در یک اجتماعی که شما زحمت ندارین، زحمت تانم تعیین کردن نمیتانین، اجباراً یک کشور دیگه میره سرنوشت شما رو تعیین میداره. در دوران جهاد هم دائمی کنفرانس ژنو بود، پاکستان نمایندگی میکرد. آلی فعلا در افغانستان حتی اگه حیات 5 نفری یا 2 نفری را اینا تعیین کرده نمیتانه و طالب در اونجا در کمین نشسته و میبینه هر روزی که در افغانستان تیر میشه به فایده طالب است، به سود طالب. امی اوزا چرخ میخوره. دیگه وقتی نبود دیگه قصور پاکستان، هندوستان، دیگه کشورها را این حرف شما آقای اینا محترم خطاب صاحب بسیار بجا است. برای معنا است که هر وقتی که یک ملت خودش دوستی و شهروندی خود را روی ظاهر باطن نداشت، اونو کشور اگر ظاهری و باطنی ما هموطن باشیم، ما را هیچ نیروی شکست داده نمیتونه. به این معنا در ظاهر میگیم برادر، پشت سر قوم میشیم. اگر میگیم وطن، باز پس پشت سر وطن نقشی از وطن در وجود ما نیست. وقتی که پول دیدیم گپتان بجا است، مضاف از خود ملت آمد. سوال ما از جناب محترم پاچا صاحبی است که زمین رهایی 5,000 طالب اینا قلمداد میکنه. یکی دوم دیگه دمی رفت و آمدهایی که آقای خلیلزاد کرد که امروز دو پادشاه در یک اقلیم نمی گنجه. این داستانش حال از آدم و وسیله پروگرام شما بالاست که آدم توضیح کنه که ضرب المثل ساده گپ به وجود نامده. اینا رو ببینین، همینا رو کلش امریکایی ها وسیله میشن در افغانستان که ما با جان هم بفتیم. 5,000 طالب هم میگن در زندان است. شما فکر بکنین در قانون جزای افغانستان حکم میکنه که هر فرد و یا گروهی که بر علیه نظم عامه
و قانون کشور قیام کنه با داشتن سلاح‌های کشنده به حشد مجازات محکوم میشه. این حشد مجازات قی چی شد؟ در صورت یک 5000 تا بال در زندان زنده هستن و از اونجا احاشه و باطام میشه. نظرتان در مورد جناب پادشاه صاحب میخوایم تشکر. و امی مردم که گرفتن اکثرشان میگه نه محکمه شده نه دیگه شده، از راه ور داشته یک پتکای والا را که اینمی طالب است بگیرین پرتینش. اما تو همین گوانتانامو را از افراد و اشخاص پر کده بودن که هیچ تحقیقات نشده بود و ایران مانده بود که ما چرا همینجا هستم. سالها در افغانستان خود نه محکمه کس رفته و یعنی حقیقتا از لحاظ قوانین غربی و دموکراسی هم اگه ببینین و از لحاظ یعنی قوانین دین اسلام هم ببینین باید یک محکمه حکم صادر کنه، بعد از یک نفر زندانی شد. دوسیه موجود است و یک نفر از به نام آقای شکور دادرس روز نشسته بود در طلوع و بسیار جالب بود. بسیاری مردم بودن که وایران مانده بود که ما چرا همینجا هستم، ما خو نه طالب هستم نه در کدام حکومت کار کردیم. یک آدمی را راو بودم مرا برداشته آورده اینجا که اشتباه شده خود طالب هستی. ولی هر روز میگم هیچ کس نمیگه که دوسیه ما کجاست، ما چی کردیم. دیگه به اون لحاظ تو افراد و اشخاص هم هست و از طرف دیگه هزار نفر طالب افراد و اشخاص عسکری نزد طالبان موجود است. اونا میگن که خیلی اونا رو شما به دار بزنین، ما هم اینا رو میزنیم. یا هم خیانت ملی را مرتکب شدن، برای اشغال کار میکردن، گناه از اینا به مراتب بدتر است نسبت به یک طالب که برای آزادی میجنگه. خب این مسئله را آدم تا بالا کنه. پاچا سه خطاب صاحب، اول خدای چه امی دوست دشمن خدا ما مردم افغانستان هیچ وقت نشناختیم، چرا که در تاریخ این شاهد است که ما در 40 سال همیشه تفرقه بودیم. یک گروه ما امروی دوست دشمن بود، یک گروه ما امروی دشمن دوست است و تا فعلا نمود جریانات افغانستان وجود داره. دیگر دی خاطر یکانه بدبختی ما افغان ها کردن که دوست دشمن خود نمیشناسیم. این همیست یک گره ما کت پاکستان دوست هستیم، یک گره ما کت ایران دوست هستیم، یک گره ما کت هندوستان دوست هستیم، یک گره ما کت امریکا دوست هستیم. یک مسئله. مسئله دومیست که تعداد زندانیان این 5000 زندانی سرچاین امروز در تویتر خود دینشاو گفت که چیز ما لسته که داده ما نو زندانی ها را باید آزاد کنیم و هر زندانی که آزاد میشه او باید او مهم نیست، او ما قابل قبول نداریم. اینا دیگه این 5000 زندانی که آل استادن یا آزاد میسازن دیگه این ما چیزی گفتن نمیتونم. و اشرف غنی گفت که نه ما 1000 نفر اعلام میتیم زندانی ها را و سنشان باید 52 زیادتر باشه. خب خیلی نمیفهم که چی است. و ای اگر ما بگیم که خودکفایی نیست، همه چیز از طرف امریکا دکته میشه و چیزی که امریکا بخواه او صورت میگیره. این طالب و حکومت و ما و تو یا ایست اصلا مطرح نیست. راست می بینیم که چی میشه. آخر زمین چند وقت منتظر باشید که یک سمون چی میشه. او تا در ویداد پتی سرده و پتی او روست پر آورده واقعی چیزی که در غیت لو بر آوانه ده. او ولی اولون دیر جالب است وای ما تا خوب دیما سرم گر سر نپی خلاصی جید قنداریان و خبره هم دا آلاتی داشت که چیری قروت ری جور کرای دا چی یا وقتی مگه چی وارو دا کاغذ پران بام جگاو بیا با دا تارونه با جارسو بیا با مرس پا دا گوت کول چی دا غرا خلاص کو اغا تارونه بام شیشه ای و یو بل بای پری کول اغا با یواز دی چی خیسی نور بام تیکه تیکه سو بیا بام غوطی وروا چه ولیو بیا گودی پران بام چی جک سو اغوطی با اوشکی دیو کاغذ پران بام لارو تارونه بام لارلو داسی با جارو چی آخر تار بام استوا چو دا افغانستان سیاست هم داسی کرای خلیلزاد خان چی هر چی تا گوت ورسیگی و پخی ورسیگی از خلیلزاد دیگه شما موفقیت توقع نکنین و آدم در هر بخش در سیاست ناکام بوده. امین نطفه اشغال او آدم گذاشت در بون، بعد از او که آمدم این نطفه یک حکومت چی میگه کچری قرود بگویم یا مخلوط امو آدم پایگذاری کرد که کرزای رئیس جمهور باشه و قدرت نزد فرزن فهیم باشه و صاحب اینمی خلیلی و دیگه و دیگه را پالوی کرزای نشانده بود و را گفت بیادر یک آدم یلا جاری از زمو کتابت کویته و پشاور خودت آوردیم کلان آدم ساختیم قرقلی و چپند جانت کردیم دیگه خودت بسیار متشکر باش. امی آدم ها میتونم حکومت تا بچلانه اگه اینا از القد دور بودن نارامی میکنه و جنجال برات خلق میکنه و سبقه
کرزای امی آدم خیلی زاد داده بود. خیلی زادم تقریبا 3 سال 4 سال در افغانستان در پهلوی کرزای بایش سفیر، سفیر امریکا که با زبان فارسی هم بلد بود و هر یکی میگه میرفت میگه که کرزای کی کشیده برین پیش خلیزاد امری از او بیشتر میچله و همه طورم بود. امی قماندان سالارا و که نمیدانم دوستم و دیگه و دیگه امر امی آدم در خریطه دوباره امی مار، غندل، خزنده زهردار کلش یادم آورد در اصی کار و امی حکومت تشکل ازی امی محصول خلیزاد بوده. حال هم هر بدی که میشه از دست خلیزاد به افغانستان میرسه. متاسفانه بله سلام علیکم. سلام علیکم کتاب سید. بفرمایید. خوش هستم که شما را چاست. همچنان بفرمایید. ما راجع به قراردادی که بین طالبان و امریکا شده هر کسی که تبریک میگه ما تعجب میکنم. آدم یک کمک دانش سیاسی باید داشته باشه. من راجع به طالب که امریکا، امریکا آمد طالب دوان حال گوشمالی میتش. یک مثال میتونم براتون حال که در قطر 18 ماه که تزیا 6 گفتگو کردن بسیار آدمای رسیدی امریکایی بود که 4 تا طالب بی سواد که غیر 5 سوره دیگه چیز یاد نداره. خود مثل که در شطور دبینیش در دماغش حلقه مندازی که باز هر لحظه خاصی کشش میکنی که شوخی نکنه. اما ترکه طالب مزدور بره رفت در دامن ایران و روسیه خود انداخت، مزدور پاکستان رو از طالب، کسی که از طالب دفاع میکنه من تعجب میکنم. مثلا آقای کیوان یک کمونیست که به کلی تباه شدیم از دست از یا در پالوی طالب است. یک کسی دیگه که منصبدار بود در افغانستان سلا را نفروخت در افغانستان از نان عسکر میزد. حالا من دیگه دفعی صدای زیر پیشنم من نامشو میگیرم باز درست عالی هم آمده از طالب دفاع میکنن و هم بده از خوب مردم بلی از خدا. آقای محمد آمد که جنایت جنگی اول طرف خود سیل کنی تر تازه سی و بعد سرای مردم ها شما بریدی، مردم ها بی خانمان ساختی، اولادا عالم بچه یک کسی را که شما قتل کردید گردنش بریدی کنه یک آدم دیگه او را بچه بیریش نگاه میکنه تمام شو بیرقصا نیست. شما ویدان ایمان داری مومن یک کمک فکر تا دسترت بگی آله او را بان آله خود چی میگی مومن دویده قرد کتاب صاحب اجازه بدید. نه من میگم وارا بان آله مومن از یخن بگی او را بگی بگی آله خودت گپ بزن. من یک چند سال پیش یک شخصی بود از پنچه آدم بسیار شریف نجیب بود مرا برای من میگفت که او بچه تو چیز است همین کسی که پنچه میگفت او پنچه دی چطور استی میگفت او کاکگی میگفتم نکو میگفت گوش کو پنچه ری که پوک نباشه او پنچه ری نیست. راستی که عبدالله پوکی کرد عبدالله پوک اله کل پنشیری ها را دو نزن کل پنشیری ها را کل پنشیری را خود پادشا من میگه من رئیس جمهور شما سم او برادر تو سبر خود که یک آدم تو را بگوید که رئیس جمهور هستی یا نه در انتخابات باید باختی ولی آز خدا نکنی جنجال خلق میکنی امرای گلو بدین یا امرای روبای سردردی چیز چه میگنش کرده یک جای شدین کلی شما جنجال خلق میکنیم. آمد این نیسی پاچا صاحب پاچا صاحب فرمایش میده که ملت بکیزه. حالا پاچا صاحب خودت خود افغانستان هستی خودت که نام انقلابی رو دیدی که فرمایش بده خود پیشو که مردم در پشت بیایه ما میاییم در پشت که ما میخواییم درست. و ما یک دعا میکنم کسی که خوشش میایانه خداوند از سایه امریکا را از سر ما دور نکنه. خداحافظت دادم. سایه امریکا نیست برادر، مشت امریکا در دهنت خورده میره. تو هم بسیار ساده آدم هستی. در افغانستان چال هست؟ در آلمان شتی قرار در گلای تا کشت کده میری سات تیر ایر از یخن بگی او را و غال مغال باز ما میام از پشت تو اینا بزمو یک خفاز یک محل شوتینگ و یک اپم درست نیست. ما مشکل ما با امریکا هست. امریکایی 20 سال با تن تبا تبا کرد. چی میگم لیلا نر بود یا ماده بگو بگو بگو. بله سلام علیکم. سلام خطاب صاحب از سلام ادب. و علیکم سلام بفرمایید. خدمت خدمت کل وقت قیام استم یک سلام دارم بر میمان گرامی تقدیم میکنم. بفرم پاچا صاحب اگر تاریخ معاصر افغانستان هم مطالعه کنیم پاکستان از بعد به تاسیس خود تا امروز
در مقابل افغانستان هست هیچ قسم چال و نیرنگ دریغ نکره. چونچه در دوران جهاد مقاومت ما دیدیم که اینا یک 3 میلیون نفوس ما را در خاک خود ما یعنی پشاور اینا اجازه اقامت دادن، اما در واقع اینا به میلیون ها دلار از امریکا و از غرب از ممالک عربی گرفتن و به اصطلاح از گو قدود برای سرار مجاهدین دادن، دیگهش قرار گفته خطاب سب در جیب خود انداختن. وقتی که استقلال افغانستان به قیمت خون هزاران فرزند افغانستان حاصل شد، اینا آتش دیگیر در افغانستان در دادن. گلبودین امرای برهان الدین یعنی رئیس جمهور امرای سیرادم به جنگ انداختن، شهر کابل اینا به ویرانه تبدیل کن و اضافه در از 60,000 انسان بیگناه به شهر رسید. از این قسم مثال ها بسیار زیاد است. بله. اما چند روز پیش سوال اول اینجاست که چند روز پیش آقای عباس استانکزی میگه که ما با کمک برادرای پاکستانی خود یک اردوی منظم مسلمانی را ترتیب و تنظیم میکنیم. سوال اینجاست پاچا صاحب که اگر یک اردوی منظم اسلامی با کمک برادرای پاکستانی ما ترتیب و تنظیم شود، آیا همی اردوی منظم مسلمانی 30-40 سال بعد افغانستان برای پاکستان تسلیم نمیکنه و افغانستان پنجمین صوبه سرحد پاکستان نمیشه؟ این سوال اول است. بله. سوال دوم، چند روز پیش یا چند وقت پیش ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبا آمده بود، با سوالای مردم جواب میگفت. در مقابل یک سوال ما گفت که ما هیچ نوع کمک از کسی نگرفتیم، ما با یک تا نان و قاق گذران میکنیم و سلاحی که ما جنگ میکنیم سلاحی است که به غنیمت از پیش خود دشمن گرفتیم. و خود چند دقیقه پیش گفتی که طالبا 36 میلیون دلار کمک گرفتن. چرا آقای زبیلای مجید از این کار میکنه؟ سوال سیممی عیبت را را که لطفاً برای ما خود صحیح میره معرفی کنین، چنانچه چند روز پیش خود خطاب صاحب در یک پروگرام خود گفت که اگه انگلیس 18 سال ما را در مسجد پلخشتی نماز داد، بعد از 18 سال وقتی که دلم نبسید گفت نمازایتان را پس بگردن که من انگلیس بودم. اگر لطفاً این عیبت را را برای ما خودتر معرفی کنین که از کجاست؟ یکدام انگلیس است، یکدام افغان است، یکدام عرب است، یکدام پاکستانی است. بخوانم این سه سوال اگر صادقانه جواب بگیم. رحمت الله نماز نداده است. خشنید. نمازهای کل ما باید از سر گشتانده شد و همی خطیبای مساجد در افغانستان کلشان در پیرول امریکا هستن. یعنی پول امریکا را میگیرن و تبلیغ میکنن. صاحب یک شورای علما به خلب درست کردن. یعنی هر کسی که عقب هم مولا نماز خوانده در حقیقت عقب ترامپ نماز خوانده، چون با پیرولی از اونا بوده، در حقیقت یک شخص دست نشانده و مشهوری از اونا. پاچا صاحب شنیده نرفایی؟ خطاب صاحب همی سامرزایی که گفت ازد که ما اردوی منظم پاکستان ما جور میکنیم، شاید مایده نشنیده باشم. ما هم نشنیدم، مامورم میخواستم همایی مصاحبهش هم شنیدم که ما دست دوستی را به امریکا و تمام ممالک جهان پیش میکنیم که بیان برای ما کمک کنن و افغانستان جور کنن. این که این مصاحبهش هم شنیدم و این مصاحبهش هم دارم هم، اما این که پاکستان به یا مثال حکومت ما را جور کنه، خدا شده سید نه در کدام بسایت من دیدیم و نه در کدام تویتر دیدیم و نه یواری دفت کردیم اشترام. یک دوم ملاحبت الله جناب اما که بفهمد که هر گروه سیاسی یک رهبر دارد. از اسلامی رهبر این گلبودین، گلبودین اگر مردار شده که دیگهش میشه. اگر ما تو ربانی، آل ربانی رفت مرد، 4 تا رهبر دیگه که از جمعیت این هر گروه سیاسی یک رهبر داره و وقتی که رهبرشون از بین میره یک رهبر دیگر چی میکنن؟ سر کار میارن. اول امی کرزه برای من که تعریف کردم میدانه که کرزه کی هست، از کجا، در کجا درس خوانده، چی کرده. خب امریکا بود آور چون که بهش تو کرزه هست، اونا بدر آمد کرزه هست و رئیس جمهورتان هست. اینا رو که از بین نفهم تو پشترشون اشرف غنی را آورد دیگه. یک رهبر یک گروه طالباس و هم که تا فعلا ما گفتن نمیتونیم که این افغان نیست. اگر بگیم که افغان نیست، شاید بگیم که چی هم افغان نیست، گلبودین هم افغان نیست و یک نفری که در جای زندگی میکنه، یک نفری که در جای سکونت داره، نمیتونه که او رو بگیم که ما این دست نشانده. اگر تو باشه خیلی آمش آمسود هم دست نشانده پاکستان بود، چون که اکساش که در میدگل بوده، میدگل کمکش کرده، در این پنشه رفته، یا مثلا گلبودین هم بوده، یا مثال ربانی هم بوده. ربانی خوب یخی قرارداد افغانستان های تا پرزای موتران هم سرشان فروخت. این دیگه که
این قدم نمی فهمند که یا ملاحب اطلاع کیسی اگر رهبر است یک رهبر گروه سیاسی که به نام طالب است رهبر از اوست از این دیگه زیادتر مام شده گفته نمی تانم که او کی است و کدام شناختی هم ندارم ازش که بگیم که حالا مشناسو بکن من از یک رهبر مشناسو مش این که حالی هست موجود است یا نیست این هم یک سوال است اینجا چرا که یک سوال بزرگ مطرح میشه که اگر ملاحب اطلاع باشه فعلا زنده باشه کجاست چرا جریان چی نمیکنه مداخله نمیکنه چرا پیمانه که امرای چی امریکا امضا کردن چرا در چی از او حال عسکر امری طالبا پس میخیزن و چی میکنن یک سوال است که پیدا میشه و در درین سوال چی هست یا شاید در تو امیر درست میگه پاچه صاحب اگر نتوقعی بود که پامپیو امضا میکرد خب باید ایبت الله رو می آوردن که امضا می کرد یعنی دو شخص مهم ملا یعقوب می آوردن یک آنم لیدرهای دیگه است که اصلا ملا یا خود از او در جلو کمره استاد می شد پیام و اینای خود خودش می خواند این رو من نمی پذیرم مطمئن هم او آدم کشته شده در کدام بم و راکت و اینا منتو که دو سال رهبر خود ملا عمر فرض کنیم مخفی نگه داشته بودن یادم هم همه طور یک مسئله بوده خب هست برادرم سیاست جهانی یا فرض کنیم در میانی از جا همی انانه بوده که مگر یک چیز در طالب بریتان بگویم و مشکل رهبر ندارن مشکل همی سلسله مراتب تا این دم خود نداشتن ای که ملا منان و که نمیدانم رسول و اینا رفتن و چتیات میگن در یک محل در هیرات در یک خفا چیغ و پیغ میزنه او را بگذارین مگر خود همی کنده طالب شر بلا بوده ما تعجب ما اول خود در خود افغان قدر اتحاد و اتفاق و سلسله مراتب و اینا مراد شوه ای بشار به ندرت دیده میشه باز خود همی تبر پشتون به بی اتفاقی بشار معروف است شما ببینین در دیگه تاجک و ازبک و اینا اتفاق است اما اقلیت های افغانستان در پشتون که علی غلجاییست تنادمی قندارو که دورانیست و که چطورکاییست در خود همه مناطق آمزهی است و که این وان تبر پشتون یا لغمانی است که نمیدانم جلال آبادی است پکتیایی است در میان خود بشار به اتفاق مردم هستند و همه کنده طالب به پشتون معروف است و اونا بشار همه اتحاد قائم نگه داشته سلسله مراتب نگه داشتن 49 کشور جهانی 20 سال زدن که اینا را به اتفاق بسازن نتانستن در میان از اینا مگر حالی که پاچه صاحب میگه و پیسه گرفته و چی میگم و کماندان ها زده از اونا قرار داره دیگه نمی فهمم که ببینیم که چی از اون می برای همی تیوری ره که اونا گفتن با چه صاحب نون دقیقا سوال سعی بود چی با بیروبار سر ما سر بله سلام علیکم سر الو جناب محترم خطاب سفتاس و محترم سید دارون با چه سلام احترام و علیکم سلام مربانی کوی سر با چه صاحب به مقدمه که زویم اگه وطن پروشان سه تمیان تجزیه طلبان دشمنان افغانان عبدالرحمن و ترجمانان بریزدان بخواید یا نخواید سر سبا 5000 طالب در موافقت نامه امضا شده به زور شمشیر خود به زور شمشیر خود در زندان میبراید با فامیلای گرامی خود یک جای میشه پاچه سید ما سوال به تدویف کال تو کال پشپی تو کالو که خود ما ملی زعیم نده پیدا کردیم دا تربیه کال جنگ و بدبختی چمره شهیدان ما با این ترا بودیم چمره فامیلون بدبخته شدیم چمره افغان ها متضرر شدیم او دی مرحله تراغلی جسول هوشی بگانگان افغانستان وردی وطن پروشان محکمه او ادام شدیم که چوک غاری که نغاری که چوک بدبین وی لکه موجوده وطن پروشان یا رادیکال طالبان در نکیگی که دیدوانانو پا قیمت بانده تا قیامت جنگ تا دوام وکا امیدواری من که در غد تفاهم نامه پا نیت پال بانده بنیسو در دفعانانو پا خیر ده السلام علیکم پاچا سب دستی یا نیمه دقیقه د دې په سوال پوه نشم خطر ته د ویلې وای دغه توافقنامه کې چې خوکیږي نه خوکیږي دغه ملي زعامت هم موجود نه ده چې تا وویلې خلک غلي دي نو تر څو به جنګ دوام لري او خلک به مړه کیږي همدغه طالبان او زندانیان هم خوشي کوي او طالبان هم راضي او صلح په دې کې منځ ته راځي داسې انتباه درلوده آریا صاحب خو موږ خو خطر صاحب ته
خطاب سے ما خو پدی بارے کی سندھی ویری ور چ پسلا باندې ہر سڑے وقت او منگم غالو چ سلو ش افغانستان کے یعنی دتا توافق نامے پر خلاف منگم نے اسو امدا چ کم توافق نامے دا شی وی دی دا بای شریک کی چ دا توافق نامے کم تو وو وو دا غسی وو او کت دا رات وی چ چ والا یو خپلواک مملکت بدور شی او افغانستان خپلواک شی ته د دې نه خطاب سره بیخي مطمئن اوسېږه چې دا افغانستان هیڅ وخت خپلواک کېدی نه شي تر څو چې دغه رهبرانی تر څو چې دغه سیاسي دي. مګر یو شی پاچا صاحب زه وایم چې دا جنگ ختم شي خپلواک خو څورته وایي هم دین لاړ و هم صاحب هغه عزت لاړ و دا وایم هم اشغالي و هم استقلال تللی هم خاینان دي دا دي زه وایم د عقل دغه ارامي راشي دا طالب په هغه کې اشته ای که صلح که بیا جنگ ختم کی گی پدیسی همه یو زل ده جنگ همه اگوی دی اگوی یو شل دیس کالم جنگ که ولی چیزی چی فکر کوم اگا راولی عرب بلا چی رازی چی دا خلق غلی سی و رو رو اوست دا عزت و افتخار و استقلال دا دی افغان مغز بیخی تلالای دا اوست هر چی پیچ کوم و پیچ کاری کوم بیا یو بل شیرت وی دا چی دا بلی سلام علیکم سا آجی صاحب محترم السلام علیکم سید و علیکم اینجا مهربانی کو بیاد خیر و خیر زنده باشین صاحب اولا خود همی پیشتر برادر ما که صحبت کرد بدبختی و تشویش مردم هم عزیز که همی زندانی هایی که راه میشه یا پدر و مادر و فامیل و خانه و کاشانه نداره پس یا مجبور است بره در جبهه یا رگ و ریشه از این مردم معلوم نیست و ما این که کدام ضدیتی هم ندارم که اینال با شما مختصرا بیان میکنم که من دیشه و نظر من تغییر کرد در قسمت همی زندانی ها تا صبح من نخوابیدم چرا؟ بیاد زندان ابو غریب افتادم که یعنی ظلم همی از ساکر نشه و مست ظالم امریکا یعنی افتادم که سر به سر بالای هم انداخته بودن زنجیر و زولانه کرده بودن هیچ حکم محکمه درباره از یاس تال صورت نگرفته یا از روی سرک گرفته کردن در شب تجاوز امریکا همین مؤسس گوانتانامو خود همین کرزه لعنتی بود بر اساس دشمنی های قومی اما قوم خیش خود را دست همین امریکایی ها داده در گوانتانامو فرستاد و طالب ها خود هم اصلی طالب ها همین دارو دسته که در قطر هستم خلیزاد است ای هستم که باید به زندان انداخته شما همین سوهیل شاهین عباس استانگزه یک سر خلقیست است باور کنیم ما که راه رفتن از یاره میبینم لباس های ازی و اشیاره میبینم همین سگاه تعلیمی امریکا بالا از یا شرف داره سه ما مخالف آزادی از این بیچاره نیستم یا خو امشب هم گفت که بسیاری از این شیخ فانی شده مریض است از پای موندم خیار اعلام میکنه یا کجا برم سه یا اگه فامیل بداشتم خو زمانت از یاره میکرد کل برادرها در لین از بسیار تشکر از وقتی که داریم مرسید کجا میرن خونه خانه دارن دیگه تورم نیست که از بیخ بوتا سر یکی خوب خوب اگه آدم هست در افغانستان باز بچه کاکا نواسی کاکا زندگی قبیلوی و اشتراکی است در افغانستان نمیفهم باز او سگاستن و پیشکاستن تحلیل نمیدارم بله سلام علیکم بله سلام علیکم الو بله سلام علیکم وعلیکم سلام سلام مسی صاحب جوړ تازه و اور خدا غشه کی چری قلوت ری جوړ سوې څه وایې واه کوفتم پیور وای چې ایو خو کی چری قلوت به دا کوفتم ل ماشینا باشي هغه ډیر غیم هغه دې کړی پیادی بیا ته کوچوري قلوت قور بندي قور بندي ورور دا قور بندي څه جوړ سوې امضا شل کال ورستو کی دوی تللی وه
چې دغه جنگ وکړي دیموکراسي هلته راولي، د دوی په نظر لیبرالیزم هلته راولي، د خلکو مذهب او دین او هر عقیدې څه بدلولي. دا د دې لپاره نه وتللی چې موږ به لاړ شو. بعضې خلک وایي چې امریکا د سل کالو مخکې پلان جوړوي. نه، هر پلان په دې باندې جوړېږي چې یو کار یې وکولی شي، که یې که ونه شي کولی بله لاره ورته جوړېږي. امریکایانو دا کار وکړ چې بله لاره یې نه درلوده. او دغه غله چې نن دوه غله په ار کې پاتې دي، امریکا ته دا ثبوت شو چې دغه خلک لیاقت دی، دغه کار نه لري، د دوی د پیسو نه لري، د دوی د فداکاري نه لري. راغلو طالبان، دا څوک وایي چې افغانستان خود مختاري نه شي کولی؟ ته خود مختار نه یې، زه مو خود مختار نه یې، زه ستاسو په امریکا کې ژوند کې د افغانستان مینه درسره نشته. آیا هغه خلک چې هلته ژوند کې ډېره مینه په افغانستان ورسره ده که تا او ما سره؟ دغه ته دی چې وینه وینه مصرفې، پیسې دې مصرفې، خولې دې مصرفې، خاص دغه لپاره چې ما ته معلومات راکړې. او بیا یو نفر ما ته راشي ووایي چې ته په افغانستان ډېر مین نه یې، زه په ډېر مین یم. هغه مینان په افغانستان کې ناست چې افغانستان یې خرڅ کړ، ما تا نه ده خرڅ کړی، ما تا دلته جنګ کوو. او څوک دی چې وایي افغانستان ازادي دی نه شي او آزاد او خود مختاري نه لري؟ هغه به خپل په خپل نفس کې به خپل خود مختار نه وي چې دی به فکر نه کوي چې افغانستان خود مختاري نه شي اخیستی. خلک هلته سرونه ورکوي. دا موږ یو شو چې دلته امریکا کې غرب کې ناست یا د هلته په پیسو باندې کینو، یو قدم له خولې نه نه اخلي چې ودرې څوک مړه نه کړي. دا خود مختاره خلک په افغانستان کې خود مختار شته، لیډران شته. څوک چې نه پېژني چې سکولر لیډر پسې ګرځي لکه ظاهر شاه غوندې، هغه به یې مړه یې راغوښته چې ولې دا لیډر شي. د دې لپاره چې سکولر وه، سکولران هغه خبرې کوي، نه مسلمانان، نه ټول افغانان. هغه درې څلور ښځې په سړک راوتلي وایي زه خپل حقوق غواړم. دا څلور ښځې د ټول افغانستان فکر کوي چې نمایندګي کوي. دا نور ښځې چیرې دي؟ خبره دا ده چې نور ښځې ټول په کورو کې نه شي. دغه طالبان مني، دا څلور وتلي وایي چې زه موږ نه منو، سکتي نه مني، زه لاړ سره ښځې. موږ او تاسې باید په خپل عقیده، په خپل تاریخ، په خپل کلچر، په خپل دین، په خپل نفس باندې باید اطمینان ولرو چې موږ څه شي کوی سو، څه شي غواړو. آزاد طبیعت یاستو، آزادي غواړو. ممکن چې یو څه. او بل پاکستان اول بیا د وی مو د لواتت پاکستانی چته ویل سی ویکا، دغه دوه حکومت دو سره حکومت پاکستان جوړ ک. ګولې پاکستان ملامتو، ولې ځان ملامتو؟ څه فساد، څه بد کپ فیل سی په افغانستان کې کې ټول د افغانستان لاس کې. هل پاکستان موږ ته حکومت جوړي؟ پاکستان ځان ته حکومت نشي جوړولی. موږ باید خپل اول اعتماد په ځان پیدا کړو، خپل نفس پیدا کړو، خپل فکر پیدا کړو. او بیا له هغه وایي چې موږ دا کار کوی سو که نه سو کوی. افغانستان هر شی کوی سي، نوره دنیا یې څه کوی سي، موږ یې هم کوی سو. دا چې یو څو نفره بې کار اوس د خلکو مخې ته درېدلي او ځان لیډرس بولي، دا معنا نه لري. دا د موږ او تاسو نمایندګي نه شي کولی. نو ډېر وبخښه لږ زره کوي. نه نه، ډېر ښه وغږېدې، ډېره مننه لالا. ډېر لطف. یو شی درته ووایم چې یو تبصره بله هم علاوه کومه جلال یار صاحب، چې د پاکستان چې دا ډېر شکننده ماتېدونکی یو هېواد ده، په صوبو تقسیم شوی ده. دوی وایي چې بلوچ هلته ورته مستېږي، بل حتا خپله دغه طالبي سیستم چې ده د پاکستان د دیوبند نه شروع شوی، راجګ شوی. اخوانیت له مصر نه د حسن البنا او سید قطب دوی تا دا ګزاري کړی ده. دغه خپله پاکستان چې ده یو طالبي ملک هم ده. انتباه دا ده چې ما چې تحلیل اوریدلی او خپله مې په فکر کړی، دا پاکستان ابدا نه غواړي چې یو طالبي نظام په افغانستان کې راشي. کله چې په افغانستان کې یو مضبوط قایم طالبي نظام منځته راځي او د طالب آزاد لاس پیدا کولی شي، خپل یرغمل خلک هم راخوشې کولی شي. همداسې چې پاچا صاحب وویلي، دا د مومند صاحب د مغزو کې مو راچولي چې د دوی فامیل ګراوګان ده، که دغوی راخلاص شي یو رهبریت ته ورسیږي په افغانستان کې، همزمان شاید یو څو کاله وخت ونه نیسي د ډیورنډ کرښه هم حل و فصل کړي له پاکستان سره، هر سیستم چې او حتی پاکستان کې یو هغه سو غالمغال سو، دا د مدرسو دروازې وازې شوې. صاحب، دا پاکستان کې متومات یو طالبي نظام منځته راځي. له دې نه هم امریکا حراس لري او هم پاکستان لري او دا نه غواړي. دا کله کله دوی وایي چې طالب ګوډاګی ده د پاکستان. زه فکر نه کوم چې ډېر دوی خوشحاله وي چې طالب اقتدار ته ورسېږي. حتی طالب لاره وهي چې
په اقتدار را نشي. هغه یو څو نفره ګوډاګیانې که راشي واغشي، بیا هغه خپله کنده د اصل زور چې ده دننه په جبهاتو کې ده، بیا هلته هغوی ځان ته یو رهبر پیدا کوي، بیا دا جنگ دوام کوي. شاید همدغه متقیم له منځه ویسي او صاحب د هیبت الله میبت الله هم لاړ شي په مخه که ژوندی یا ملا برادر مرادر پسې مونه ګرځي، بیا هغوی بله دغه خپله هغه چې ده دا د غومبسو ځاله چې ده د شاتو د مچیو وایي هغه هغې کوینې هر چېرته چې وي سوي همهلته بیا غومبسې وایي راټولیږي. دوی هم که یوارې دننه بیا هغه سو بیا نه بیا پاکستان کنټرول پرې لرلی شي، نه خلیلزاد لیونی، نه بل یو لوی جنجال بیا ځان ته پېښولی شي یوارې ورو ورو. دوی چې دغه عصر و زمان هر وخت ځان ته یو خاستې لري. اوس دغه ارتباطات ډېر سري شوي دي، هر طالب سره یو تلیفون ده ورور. دا انسان له انسان سره ډېر نښتی ده. دا د افغانستان طالب همدغه دقه کې کولی شي چې د پاکستان په مدرسو کې له بل طالب سره وغږېږي. حتی فیسبوک هغه وکړي، فیس ټایم ورته وایي چې لا خوا یو سړی غږېږي بل اخوا غږېږي. ما تل دغه پاکستان نه د هندوستان اوس تلیفونونه راځي په امریکا کې خلکو ته دینی درس ورکوي. دا زموږ په کورنیو کې یو چا وویلي وایي د ما اطفال درس وایي قرآن شریف زده کوي. مل دا یې څنګه زده کوي؟ وایي له پاکستان یو سړي ته موږ شل ډالره په میاشت کې ورکوو، ډېر ارزان. و هغه په هفته کې درې وارې تلیفون راکوي، په تلیفون کې سپاره ورته نیسو، هغه له خوا موږ ته درس راکوي. دا زما ماشومان وایي قرآن وایي له یو معلم نه چې لیدلی نه ده داسې مستقیم فیس ټو فیس چې ورته وایي هغه. نو دنیا ډېره وړه شوې ده. دوی هم حراس لري که یوارې دغه طالبانو د انقلابیون یوارې سره ارتباطات قوي سو هغه سو صاحب یو لوی انفجار دلته په دې منطقه کې منځته راځي. ځینې تحلیلونه هم همدا دي. د بلې سلام علیکم. بلې سلام علیکم ورحمت الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. زر زر غږېږه ورور. خطاب صاحب خدای وکړي چې روغ جوړه خوشحاله اوسېږي. پهلوان خبرې کوم، صادق لندن نه. پهلوان صاحب ته چیرې؟ ما هغه یو ته وویلې پهلوان وایي زه نه یم پهلوان. عضویت دیم راولېږم خو اوس په طالبانو مشروع د طالبانو کچکول درته پروت. ګوره دغه پاچا صاحب نه خو داسې خواهش کوم چې رئیس پاچا صاحب خو د پخواني د کمونستان د دورې سړی نه وي. دغه د امریکا طاقت ته ولې دوی خلک دومره قایل دي چې امریکا څه غواړي هغه به کېږي؟ نو امریکا خو ویتنام کې غوښتل هغسې ونه شو. افغانستان کې شل کاله خلکو باندې هغه لوبې وکړې، هغه ټکنالوژي استعمال کړه، هغه ډالرې استعمال کړې، هغه مزدوران یې استعمال کړل چې په موږ داسې ولیدل بلاخره ناکامه شوه. او د ناکامۍ خپله چې د مدعي په خوله ته واوري چې موږ دا نه شو ماتولی په جنګ باندې، دا ډېر مضبوط خلک دي. ټرمپ خپله ویلي چې مضبوط خلک دي. نو دی که مات شوی نه وایي نو د خپل مدعي صفت خو یې نه کوو په میډیا کې چې هغه دا مضبوط خلک دي. نو پاچا صاحب نه ده تقاضا کوم هغه تحلیل چې تا په مخ کې پروت ته خط راوتلی د میډیا کې تا هم لسته امام نسور الدین هغه باندې تحلیل نه کوي. او هغه چې تا بیخي لیدلی نه ده چې پټ دسې سوي ویډیو پټ هغه هلته راغلی او پټ هغه هلته راغلی ده. نو که دا سبا ته دروغ شي دا خو یو قسم دروغ شو. دا خو اسلام کې هم جایز نه ده چې د پټو شیانو تحلیل کوي چې تا لیدلی نه ده او په ښکاره چې تا لیدلی ده هغه نه یادی. هغه باید ته تشریح کړي، هغه باید ووایه چې دا الحمدلله هغوی دې ته تیار دي چې د خپل ځان د باډۍ نه دښمن ته شکست ورکوي، نور هیچا نه لري. نو هغه غلامۍ ته کله تیارېږي چې سړی دې ته تیار دي چې خپل ځان په مرګ ورکوي، ورځي او کور نه چې وځي په دې نه ته وځي چې بیا نه راځم او نه راتلی هم شي. نو هغه غلامي څه کوي او پاکستان څه کوي او پنجاب. مګر دوی وویلی چې هغوی درست وایي هغوی سره ځم، مګر په قطر کې وایي هغوی په پیسو عادت کړي دي، هلته وایي جنجال ده. نه ګوره خطاب صاحب، قطر کې چې کوم شی راوتلی دي موږ تاسو په شریعت کې او په انسانیت کې په همدې پړیو چې هغه ظاهر باندې خبره وکړو، هغه ظاهر دا و چې ټرمپ هم تصدیق وکړ، ټولو دنیا تصدیق وکړ. نو پټ چې کوم شی دي د خلکو ذهنونه مشوش کول دي، د میډیا خبرې دي، اویا ټلویزیونونه په کابل کې دي، دا شیان دي، دسې دي، پټ دسې دي. پټو سره موږ تاسې نه په پټ باندې موږ تحلیل کوی سو، نه په اسلام کې موږ ته جواز ته چې کوم شی پټ دي موږ د خبر نه یو. هغه که څه ثبوت لري ودې وایي یا ثبوت راوځي. نو هلته کې د په سلګونو خلک ناست دي، فدایان قرباني ځنه چې هغه خو بیا هلته غسه نه پاتې کېږي. په قطر کې قطر کې ناست دي او پاکستان کې پاکستان کې ناست دي. هغه بیا څوک جوګیلی هغه نه له سنګر نه. خو نه، د
د خلکو ذهنونه مشکوش تشویش خلکو ته اچول پکار نه دي. الحمدلله ډیر الحمدلله د دنیا بیا درېم طاقت مات سه او په خپله خوله یې ماتې ومنله شکست یې ومنه چې موږ نه شو کولای په جنګ باندې. پاپي وویلې، وزیر دفاع یې وویلې، ټولو جنرالانو وویل چې موږ په جنګ باندې نه شو کولای. نو چې په جنګ باندې نه شي کولای، پاچا صاحب محترم یا نور خلک داسې چې راځي، نو لطفا دې د خلکو ذهنونه مشوش کوي نه. دا بل وګوره، دا چې زه نه پېژنم چې چېرته ده پلانکی چېرته ده، ته نه پېژنې چې ملا هبت الله څوک ده، د چا امیر ده، کوم ځای کې اوسېدلی ده، چې کوم ځای ده، ته نه پېژنې چې دا څه درې کاله مخکې زوی اولین ابتدایي وکړه، درې باندې نه پېژنې چې دا څوک ده، څوک نه ده، او کی است او کی نیست. خو بس خلاص خبره ده. پچا زم سنته زم خطاب صاحب، وخت یې نیسم او وخت نه نیسم، او ډېره مهرباني عبدالله جمع پوښتنه وکړله، خو زه نو ما سره وخت نه و. پچا صاحب نو نورو خلکو نه زه دا خواهش کوم چې ګورئ، موږ او تاسې مسلمانان یو په زمن کې، او مسلمان ته د پټو شیانو ویل او بیا هغه باندې تحلیل کول جواز نه لري. ظاهر باندې اوس خبرې وکړه چې ښه څه وي که بد څه وي، دا ظاهر چې کوم شی راوتلی دا ښه ده که بد ده، د افغانانو په خیر ده که په شر ده، پټ پرېږده چې کله پټ راووه دغه به سره وګوري. زه پوه شو سړی، ډېره مننه پاچا صاحب، ډېره مننه. د آخر د پروګرام کې یوه د قم نه ده پاتې، بیا بل پروګرام شاید شروع شي. د تا نظر څه ده؟ داسې چټک وغږېږه بیا به زو سره. زما نظر داسې ده خطاب صاحب، چې دې رو ډېره ښایسته خبره وکړه، واقعا موږ په دې باندې خوشحاله یو. هغه شی چې شوی دی او امضا شوی دی، په دې باندې ټوله نړۍ هم خوشحاله ده او موږ هم خوشحاله یو. او دا معنی دی ویلي چې پټ، دا خو پټ هغه راځي ده چې خپله پیمپوله خبره دلته په میډیا کې په امریکا کې کړې ده، او د هغې په تصدیق باندې د دوهانه هم دا خبر راغله. او شته داسې خلک شاید تخریب وکړي، او موږ د هغه تخریب کاران نه یاستو، او نه کوم پخوانی کوم طبقه کمونستي لرو، او دومره کمونستان چې فعلا په خود طالبانو کې دي چې یقین که د کمونست په وخت کې دومره نو، یعنې دا څو غړي خو ډېر عمده عمده غړي زه خپله پېژنم چې پخواني خلقین دي. دا یو مسله. راځو آخري خبره یې دا له خطاب صاحب، چې څه رقم امریکا وغواړي هغه څه کوي، که امریکا نن غواړي چې دغه هر څه جوړ شي په افغانستان کې بالکل جوړېدای شي، وخت چې په یو ارض کې دورې چې جنګونه قسمونه کولی شي، وخت چې دودو طالب سره کېناستی شي خبرې کولی شي، وخت چې دودو کولی شي د امریکا وزیر هغه سخت سړی په خود بغداد کې وولي، یعنې وخت چې امریکا هر کار کولی شي، که دودو وغواړي چې په افغانستان کې نن یو دقه بعد ارامي شي راشي او افغانستان جوړ شي، ته یقین وکړه چې په هماغه ساعت کې به دا کار وشي. ټول هر څه امریکا پورې مربوط دی، او امریکا سیاسي لوبه جوړه کړې ده، دا خطر موږ ته ټول د امریکا د خوانه دی. دا هسې ټولې نور په فارسوانه خبره قصه مفت دا دوه به وکړو چې پروردګار دی افغانستان ته سوله راوړي، او موږ ټول د سولې خواهان یو، ولو که هر څنګه راځي په هر قیمت راځي، موږ سوله په افغانستان کې غواړو، نو غواړو چې نور بې ګناه. ډېره مننه، ډېره مننه. او بیا به ما او تاسو سره غږېږو. یو داستان لولمه، وایمه بیا خدای پاماني کومه. یو سړی وایه ړوند و، سترګې نه لیدې، وایه هر سهار به دی جومات ته ته د جماعت لپاره، بیا بېرته راته. هغه شیطان وایه ډېر په قار شو چې دا بینا خلک خو درسته دی، ړندې ته ګوري چې دا هم جماعت ته ځي، راځه دا یې غوا کمه. دا لاره کې به چې روان وي جومات خواته، بیا به دا شیطان ورته پیدا شو، بیا به لاسه نیولی چې جومات ته یې ویسي، بیا په یو هغه کې یالی کې یو خټو کې به هغه کې راهنمایي کړي، ډاز هغه کې به ولوي، دا کالي به چټل شو، بیا به د لاحول وویلې چې لعنت په شیطان، بیا به بېرته کور ته لاړ، بیا کور کې به بیا نور کالي واغوستو، بیا به را روانو. بیا بیا خو آخر دا شیطان هغه سو دا فکري وکړو چې هر وارې دا زه بیا یم او په خټو کې اچوم، دا بېرته ځي او لا حول هم وایي، بیا شیطان ته ما ته ښې کنځام کوي، لعنت هم راباندې وایي. او په زمین کې هر وارې چې دی ځي هلته ثوابونه دوه درې چنده کېږي، چې دا د کالي سره واغوستو، نیت یې وکړو جومات ته روان ته. آخر شیطان نو ډېر هغه سو چې دا یوازې چې زه دا هغه کوم ګمراه کوم، دا نور ثوابونه هم ګټي، دا مال خاطر له اعمالو له خاطر. بله ورځ وتلی ده چې ګوري چې یو سړی ورته ودرېد چې غېږ کې ونیو، ستا جار سم قربان سم، چراغ یم په لاس کې ده، او صاحب همداسې روان دي، او بوی جومات خولې ته هلته یې ورسه، وایي اوس مهرباني وکړي صاحب جماعت ته چې ننوت، وایي خدای دې خیر درکړي، دا څو ورځې یو رزیل څوک چې وو هغه به زه به یې راوستم، وایي غوا کولم، خټو کې به یې اچولم. دا وایي ته څه ښه سړی یې چې زه دې چراغ دې هم راته لګولی، را دې هم وستم جومات ته، خدای دې
تا تا خیر در کی راځي لار جماعت کو وای زه ما سره ایم خټو کی میا چول زه شیطان ما مگر دا اور می چراغ درته ولا گاو چې په خټو کی ونولېږي نو دا شیطانات جهانی هم چې هر واره حاکم شي بیا عقیده کار کی یا ایمان کار کی نو خدای د افغانستان ته خلق چې لختیا هم پاسداران دي د ملک دي د انګلیس له وخته د روسان د اتحاد شوروي د لخکر نه وروسته تر اوسه پورې ډېر خلک اغوا شول او ډېر خلک مزدوران شول او کته کړي خره شول د نورو لپاره او منډې وکړې او پیسې واخیستې بیا ډېر خلک وایي د پهلوان خبره چې ځانونه یې صدقه کړي او قرباني کړي د افغانستان له خاطره ځانونه یې والوزول جهاد شروع شو نو اوس وګورو چې دې شیطانت کې چې په قطر کې کیسه وایي چې بیا با ایمان خلق بیا راشي هغه شیطان بیا آخر چراغ په لاس کې خدای دې وکړي چې دا ورې د هغه په ځای د ټرمپ چراغ نیولی چې دوی ورسوي تر جمعاتو پورې ګران دوستانو تاسې هر یو په خدای سپارو بیا به پنجشنبه سره غږیږو د خدای په امان.